سلام سلامونه خوش کل دنګیز د نوروز او نوی کال ځنګړي خبرونه ته ستاسو هر کلی کو زه مجیب عارض او زما ګران همکار مصطفی عزیز یار ستاسو په چوپړ کیو ډیر زیات خره غلاس و همچنان سلام حضور شما عزیزانی که در اینجا حاضر هستین. لطفا در وقت کف زدن کف بزنین، در وقت که ضرورت بود خنده کنین و در بعض مواقع آرامشتان حفظ کنین. خلاصه متوجه اشاره ما و مجیب باشین، درست است؟ حالا کف بزنین. مصطفی جان، ما در این شب آخر سال خواهی مقبول میبینم یا چطو؟ آیا این واقعا نغمه است؟ نه فیلن خواه میبینی؟ ما گفتم که ما وقت تالی. امشب ما همه در کنار هم جمع شدیم تا ساعت پایانی سال با خوشی و لبخند سپری کنیم و لحظات آغاز سال نو خورشیدی 1396 با شادی و امید آغاز بکنیم. با بزرگترین جشن سال خوش آمدین. خوبی که برنامه رو در پاکستان برگزار نکردی. 193 مملکت دوگام از غیر پاکستان میری، نه که میخوای انگه ما پاکستانی باشه. بخالم که انوزم از پاکستان سیر نکردی. خب مصطفی عزیز، شما بهتر میفهمین ما یک مشهور آدم هستم. اگر رئیس ما مرا حتی جنگلات افریقا هم روان کنه ما میرم. یا بخالم که شما فکر میکنین که این تصمیم ما است که ما باید امسال در میدان تمیدان به کدام کشور سفر کنم؟ فکر میکنین که من اکثر سر میز رئیس میمونم، کشور انتخاب میکنم و بعد میگم رئیس امی خرچه و تکیت مرا تیار کنم و بعد میرم پاکستان. خب مرا خوبان مصطفی جان، البته کار خو میکنم اگر پاکستان میرم یا هر جای دیگه میرم. خودت بگو، از روزی که پدر شدی دفتر بیخی برادر خواندی، هیچ دفتر دیده نمیشی. آفرینی، همینجا جاش بود یاد بکنی که دم و ما شما را یک جای در بتن که چون نیستی دفتر. خب ما اجازه نداریم مشکل داشته باشیم، ما اجازه نداریم مریض شویم، ما اجازه نداریم که پدر شویم. ما برای مصطفی جان تولد اولین فرزندش احساس جان برشان تبریک میگم. خداوند عمر طولانی نصیبش کنه. به افتخار اولین فرزند مصطفی زیار یکم بزنیم. سلامت باشین احساس، بسیار دوست داشتنیست. دهی نوجوانی مورا کاکا ساختی نوجوان. نمونتظر باش در 50 سالگی باز کاکا میشی. خب به هر حال دوستای عزیز، حالا از گروه دعوت میکنیم. مهمان ما هستن که برنامهشان برنامه پربیننده بود در سال گذشته و خیلی موفق بودن. هم مشکلات جامعه را انعکاس دادن و همچنان ما شما را خنداندن. شناختین؟ بله، به افتخار عزیزان شبکه خنده بین ببینیم پیش از پیش چی گپ هست. Azure lolas.
بفتخار همکاران عزیز ما. نبی جان روشن، سیار متین و ابراهیم عابد، بازیگران موافق یکی از پربینینده ترین برنامه های افغانستان شبکه خنده، بسیار خوش آمدین. آهنگ رام که اجرا کردین از طرف خانم نغمه بر شما 10 نمره. اگر ما را خانم نغمه 2 نمره هم بده ما قبول میکنیم. از طرف ما به خانم نغمه یک گل سرخ. شما 3 تن با خوی خواص و شخصیت های مختلف چطور تونستین که یک گروه کاری خوب باشین؟ والا نمیفهم کی اول باید گپ بزنه در ارتباط اصلا ما را همی روال فعلی همی اتفاقات جدید که در افغانستان شروع شد همی یک جای ساخته با اتفاقا هم فکر برآمدیم و بسیاری موضوعات یک رنگ میبینیم. چی بینتان مشترک است؟ وجه مشترک یگانه چیزی که وجه مشترک نیست چهره است که ما مقبول تر هستم از اینا کرده. آفرین. سوژه برنامه تان چطور انتخاب میکنین؟ ما خبر شدیم که زیادتر از تجربیات خودتان و خانوادگی میباشه همین سوژه را که انتخاب میکنین. نه البته تو نیست تنها ما نه، تمام مردم افغانستان. آفرین ناجر که در قدر بکش که نگویم بیاسه مشکلات هنگه ما چیزی گفتیم. نه تو نیست تمام مردم مشکل داره، مشکل از اونا را که میدید مثلا مشکل داره خصوصا مشکل شما دوستا. نه اگر روز سیار جان را گفتم که کارات زود خلاص کنی اینه بخیر 5 بجه میشیم میرسون خانه، گفت نه تا 8 بجه هم بشینم مشکل نیست. گفتم چی تو؟ گفت دیگه کردیم کالا رو شوشتیم خانه رو جارو کردیم دیگه نرس که از دامه چیز بگیم. سیار جان متین همیشه شما دیدین که نقش خانم در شبکه خنده بازی میکنه. ضرور است دوباره زیام گپ. سیار عزیز آیا گاهی شده که کسی متوجه نشده باشه که شما یک پسر هستین و بازی خورده باشه که شما یک خانم هستین و با سر شما تیم داده باشه پرزر رفته باشه؟ خب برادر ما گفته برادره که ما مجرد است و بچه دون برنامه که اما دختره کس برش یک خازگاری روازم برای نایده. اما ما راستی برد بگم سیار جان که با او لباس و او آرایش زنانید لطفا دشم به مقابل من هم بیاد. شما تا ما تشخیص بتون وقتی که نقشای مقامات دولتی و رهبرای دولت انجام میتین در برنامه بازی میکنین نمیترسین؟ نه چرا بترسیم، ما یک هفته مکمل در زیره باز میگردیم. و یک اپی دیگه است مجیب جان که کدام وقتی که ما کدام سوژه را که انتخاب میکنیم و میریم او را تمثیل میکنیم ثبت میکنیم ما را بسیاری سوژه را اونو ما میتن همو دوست امرای ما همکاری دارن و بر ما زنگ میزنن که مثلا در شفاخانه این قسم یک کار شد یا مثلا در فلان کی جای این قسم رشوت گرفته شد. این تو رشوت ما گفت بر ما کی قصه کتنی که گفت بسیار بهترین رشوت بود. گفت که مرا آمد گفت که بسیار احترام کارت خلاص میشه کنم مشکلی نیست مردش شو بخیر باشین سلامت باشین. رعوف جان محمد الله رو بیبی مام روف جان محمد الله رو بی بازی میرم اونجا پول میتا این میتو بر ما زنگ آمد باز اونو مو هو به هو ما ثبت میکنیم. جالب است. خب حالا میریم لحظات جالب شبکه خنده امسال با هم میبینیم. برن برن مردا در داخل جزا نیستی که خورد بچه برن گفت برن. What is this? This is your disco pic. Oh yeah. It's your name. این دولم باید داشته می بود. این دوگه دختره را که دوست داری؟ این دختره نگی. چرا؟ این بیخیر تو که 15 نفره دیگه داره. من چندم هستم؟ 14 هم هستی. 4 نفر من که بگ زدم. ما مو چاقو را آوردیم که ما گفتم این خونه که دزی خونه نکن. خب اثر بگو چی بود؟ داله که میگفتم برای که میگفتم؟ این پسیره که شما با ما کمک کردین این قبول نداریم. لاره یا بچه بخیر برای برم تا باشم تا بودی بخیر ولی خواهد کسر از خود تا کانتین تسلیم کرد چید نیشه بطه بخیر آه گونگس 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 گونگستی برو خیره برو آه 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 کانتین. خب تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیز ما سیار جان متین، نبی جان روشن، ابراهیم جان عابد که آمدین بازم ما را خندادین. البته در لابلای برنامه بازم با ما هستن اجراهای دارن منتظر باشین. تشکر میکنم از هم شما. شکر از شما. یک کف محکم به کار شیرهای
مطرح و موفق شبکه خنده. ما دیگه در استودیو منتظر تان هستیم. درست است. نه بان بسو. بعد از 12 بجه. خاطر استایل من دیره. نرسیدی هنوز نرسیدی. ساختگی بیاد دست میشی. هر چیز ساختگی دیده بودم افمه. ساختگی. خب. مجیب جان چی داریم؟ بله. گران دوستانو از هم ده میلیونونو زرونو شاپیری ده هیواد نامتو او خایسته سندرغاری تا بلنه ورکوو. ده نغمی پا ویار. بسیار خوش آمدین خانم نغمه. بفرمایید که کم صحبت کنیم. اینجا بفرمایید. لکس نگدیه نغمه جانی. بفرمایید. بسیار خوش آمدین خانم نغمه. سال نو خورشیدی است، اما تو فکر میکنم که روشنی همی خورشید شما آوردین با چهره خندان و بشاش دار. اما تو نیست دوستا؟ یک کف بزنیم به افتخار خانم نغمه. در طول نمبخ که در نوی کال در دیر لسوا شپگ نیویم کال مبارکی
ناس و میلمنو تا هوام دارنگ خپل گران هیوادوالو تا وړاندې کوم. خدای دی وکړي چې دا کال یا د نیک مرغی کال وي، د سولې کال وي، او نور دی خدای دی وکړي چې په دې کال کې زموږ د وطن نه بدبختیګانې، مرګونه، جنگونه د ابد لپاره فنا شي. ګرانې نغمې، تاسو د هیواد یوازینۍ سندرغاړی یاست چې مینوال مو تاسو ته خپل ګریوان او کمیس هم اته څیرې کوي. آیا د مینوالو د مینې داسې اظهار ستاسو خوښیږي؟ اظهار چې کومه خوښیږي چې زه هم نه خدای دې نه کوي، خو بس واقعا ماته یو داسې د فخر خبره ده، ځکه چې زما مینوال چې هر څه وکړي زما خوښیږي، خو مګر په یو اصولو سره نه. دا زموږ خلک خو هنرمند سره ډېره زیاته مینه لري، مینه ورکوي، خو د مینې کولو په چل موږ لږ نه پوهیږو که نه. که سر درته مات کړو څنګه؟ نه والله چې داسې لغتې درکړم نو بس کله کله د مینوال جذباتي هم شي، ګریوان هم شي کوي، بس نو څه وایي، خدای دې ورسه هدایت د نیکي ورکړي. خانم نغمه، در کنار آهنگای مقبولتان و صدای زیبایتان، یک تعداد زیاد علاقمند امی پیکایتان هستن و امی زلفای شما. اتو کدام آهنگ شما هست که در آهنگ تو یک پیکای نزده باشین؟ می آهنگ پیکای ما زدم؟ دیدی نزدم نه؟ یا نه، موی خواهم اگی دارم، موی شما دگر رقم هستن. امروز میایم تاف زدم، یک ذر عوام سایی نبود، خنک بود نه؟ گفت امروز اگر چی کاکولک نزنه نه؟ و یک چیز دیگر جالب است که این لحظه شما نشیدین، مک متوجه شدم ما نشسته قد ما پخش بمولو میشه از شما اگه استاد چه این خوب بخی ما فکر میکنم نغمه جان باید شیشته باشه، ما تو استاد باشه، من خیلی زیر این تو اصلی نسل سابق که بود یک ذره خوب بود نه؟ بازم نسل دیگه نسل ما در گرفتگی است خود بعد شما ده بعد شما نسل های دیگه بسیار پخش می آید خیلی ما شکر کنیم از خاطر یک قدر بوی باروت تنفس میکنن اینا خوب امی عوام که خراب شد و تاثیر میکنه سر قد و اندام و مقبولی سری چیزا. در وقت ما یک ذره خوب بود، شرایط خوب بود، دومره جنگونه نبا، شکر دیجا چی پیدا شما دیر آرام آرامی و پوست ولی نو او سالا دست خراب شد، از قدونم پخچیگی، بختانم خرابیگی. در نغمه در کورنه یا بل ویار دادی چی در هیواد در موسیقی زلان دستوری شفیق مورید در دوی زوم دی. راځي چې په دې اړه د نغمه جان څخه پوښتنه وکړو چې آیا خپل د زوم څخه تاسو راضي او خوشحاله یاست؟ نو چې موږ په جنګ اچو یا ولې نه، ډېر ښه سړی ده، ښه با اخلاقه، ښه ښه پرسنالټي لري، نو طبعا خوشحاله ځینې. فامیل مجیب جان میگه که منتظر باشه یک دختر مثل نغمه پیدا شوه که باز برات بگیریم. به نظرم فکر مجرد نمونه که ما دیگه مجبور تمام عمر مجرد کنه تا تولیت و که کدی اول مرکه را تا کرده و ما بخپل رو تا تا در کرده بله همه نیست نه والا چانسی دلا سوار کرده دی زما دوال ارانی و ادوار و دونه کرده دی. تا لحظات دیگر مهمان ما کسی خواهد بود که عشق، محبت و همدلی را نقاشی میکنه. با بزرگترین جشن سال سلام 1396 باشه. عزیزان، به حال مهمان برنامه ما کسی است که با نقاشی هایش چهره خسته و پریشان کابل شاداب می سازه. او با هنر نقاشیش نه تنها پیام صلح و دوستی را به ما می رسانه که ده ها پیام مثبت دیگر را به ما می رسانه. به افتخار هنرمند چیره دست کشور ما، نقاش خوب و هنرمند خوب ما امید شریفی، یک کف محکم. شرفی جان بسیار خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. سلام. خوش آمدین. خوش آمدین. بفرمایید. بچه‌ها یکم که فضا رو نری بسازین، لایتینگ تاریک کنید. هنرمند مهمان ما. شرفی جان بازم بسیار خوش آمدین و خوشحال هستیم که در آخرین شب سال و در لحظات آغاز سال نو شما رو با خود داریم. سلام با شما و سلام به همه عزیزایی که جا هستن. سال نو همه مبارک.
و خوش هستم، بسیار افتخار میکنم امروز شما هستم. امیدوار هستم یک سال خوب و خوش داشته باشیم. انشالله. سلامت باشین، خسته نباشین از مصروفیت ها و کارهای امسالتان. ماشاءالله در شهر کابل هر طرف میریم ما نقاشی های زیبای شما رو میبینیم، اما به مو اندازه که شما نقاشی کار میکنین و دیوارا را میپوشونین، به مو اندازه دیوارای امنیتی هم زیاد شده رئیس. ولی یک چیز، ما اول که شروع کردیم گفتیم می دیوارای کابل بیاین که از بین ببریم. من از این بچه کابل هستم، تمام عمرم اینجا بودم و خواستیم که نمیره یک رقم کنیم که می از این زندان، شکل زندان که داری برای و یکم یکم چشم مردم رنگ و یگان پیامای خوب ببینه. ولی متاسفانه یکی خو زیاد شده میره، یکی بسیار بلند شده میره. حالا یک روز یک زینه 3 متره میخرم، باز میبینم که زینه 3 متره دیگه کار نمیده، مجبور از زینه 5 متره را باز بخرم دیگه. متاسفانه این نمی شرایط فعلی کابل می رقم است، ولی من یک راه حل بسیار خوبم برای سنگا دارم. بخیر یکم یک کارا میامد، باز راه حل میتونم برتون بگم. مصطفی پلان داره که پیشخانه خودم یک دیوار امنیتی بونه که با شما بیاین اون نقاشی کنیم. با اون نمی کارا بکنیم. و هر جایی که دیوار است برای هم کارا، دوستا، حتی یگان تجارای ما، شما هم سرک بند میکنن، یگان دانه سنگ میمانن، این به خاطر اون پرستیژشان دیگه رقم موت شده. حالا مجبور هستن، ولی اگر هر کس میخواد ما حاضر هستیم، فقط زنگ بزنین. حالا بیا از پلیس ها ما را رنگمال میگن، رنگمال زنگ بزنین ما میایم رنگش میگن. خب اگر یک روز صلح و عدالت اجتماعی برقرار شود و دیگه هیچ مشکلی نباشه، شما چی نقاشی میکنین؟ سه کار میشه. اول همی جای رک نقاشی کردیم، میخوایم ما یک میوزیم همی هنر خیابانی یک جای جور کنیم، یک دشت کلان هم میریم، کل همی سنگا را میچینیم و امیدوار هستم یک روز ما بتانیم هنرمندای بسیار کشورهای دیگر را بیاریم در افغانستان یمرای ما همی هنر خیابانی را کار کنن. و دوم سنگای رک ما کار کردن نتانستیم، کل زیر میبریم دیم دریای آمو. ام در جای اون هر سال طرف ما آمده میره، نمی زمینای ما را گرفته میره، او طرفش سنگکاری بسیار مقبول است. این دیگرای شکل شمی بریم در لب دریا را میمونیم که دیگه این زمینای ما از بین نره. ما او روز ما تصویر شما را نقاشی خواد کردیم. سلامت باشین. امی همکارم یک تصویر من وقت نقاشی کردن و ما را گفت ما بدر میره نکنین، مردم خواد بگه که عکس خود نقاشی کرده. ولی او گفت از این خاطر است که یک وقت امی دمو جا در دولت کار میکردم، گفتم بیاد اقل امی همکارای شما ببینه یکم بشرمن از خدا که میشه رشوت و فساد نکنن. دیگه از او خاطر یک تصویر من هم اموجه نقاشی کردن. شرفی زیب، اگر قرار باشه که یکی از چیرهایی که امشب در برنامه اینجا حضور دارن در جمع تماشاچا، شما نقاشی از اونا را بکشین، کی را انتخاب میکنین؟ ما بسیار خوش هستم که شربتگل یعنی یک قهرمان افغانستان اینجا است و ما تصویر از اینا را نقاشی کردیم. بسیار کلان، تقریبا 20 متر مربع است در پانتون امریکایی افغانستان و یکی از چیزایی بود که ما قبلا و علاقه داشتیم، بسیار را نقاشی کردیم. حتما از خانم نغمه را حتما نقاشی میکنیم. یکی از چیزایی است که من همیشه خواندانایشان، آهنگایشان رو میشنیدم، کیف میکردم روز که حضورن دیدم. ولی بسیار خوش میشم، بسیار کلان دم یک جای شهر نو یک تصویر اینا رو نقاشی کنیم که اینی قوت زن افغان رو نشان میده، اینی قدرت شان رو نشان میده. نغمه رو ما اجازه نمیدیم دوستان که و یک خوش آمدیدم میگیم. زن مشهور افغان ما در تمام جهان خانم شربتگل را از اینکه در برنامه امشب حضور یافتن یک کف محکم به افتخارشان بزنین. در بخشای بعدی حتما با اونا صحبت‌های می داشته باشیم. آقای شریفی، در کدام روز مناسبتی آیا برای ینگه ما چیز نقاشی کردین تو فدا داده باشین؟ ما بسیار متاسف هستم که امروز لیما جان نیست، سفر هستن و بسیار خوش آمده شدم رای ما بیایم. شاید خوش باشی. راحت تناستی، هر چی که میخوایی میتونی بگوی، اگر نی باید مشوره کنی. نه مگم خوب است، یک رابطه بسیار خوب است، 8 سال است از ازدواج ما میشن. ولی حال سفر داشتن، ما اولین کار که کردم سالگرد عروسی ما بود و همیشه او را من تجلیل میکنم و بسیار خوبیش که امو رابط امو احساسات تازه شوه. و یک روز یک نقاشی خود ما را از زردوی ما بود تو را برشان کردم و بسیار خوشم شد، یعنی هیچ باورش نمیامد که ما میتونم نقاشی کنم. فکر میکردی کارا خواستان است، حتما میرن در این سرک یا تیمی مردم هست. ولی خودم یک کار برش کردم بردم دیگه، بسیار حال یک رقم افتخار میکنه سرم. حال زیادتر دوستان داره. حال بسیار زیاد. بسیار حالی. شرفی صاحب، یک دو نقاشی زیبای شما را روی استیج هم میبینیم. اگر لطف کنین در مورد این نقاشی بر ما بگوین که چطور ممکن است که از قلم و پنسل و یک مرمی. درخت مرمی. برویا
خوبی همی تخیل است که شما مثلا نشان میتین که اینی هم امکان داره در فضایی که ما داریم و دود و باروت و مرمی و جنگ و همه چیز است. شما باز هم میبینین که ما میتونیم همون ترانسفورمیشن در انگلیسی میگن که نشان میتین که این رقم یک چیز دیگه هم میتونه وجود داشته باشه. و این تصویر دیگه را که من بسیار دوست هم دارم، یک چهره زن افغان است با کبوترهای صلح ایجاد شده و این در نقشه افغانستان کار میشه و پیامش هم است که ما نصف افغانستان هستیم. خلاص یعنی باید به اونم قدر احترام شه و اونم قدر باید رول داشته باشند در جامعه. دیگه کارها است که از تیم آورده ایم امروز. من گفتم حداقل یک پیام از ایام برای 1396 هم می باشه. جالب است بسیار زیاد که این نقاشی شما را بعض از دوستا اگه حالا ببینن میبینن میگن والا کاش کی مرمی می بود که سر کس فایر میکرد. خوب است که نیست. خدا کنه از این مفکورا وجود نداشته باشه. واقعا نگه بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما آقای شریفی. واقعا افتخار میکنیم با شما. هر بار که بیرون میریم ما و مجیب جان بعض از نقاشی هایتان هم میبینیم در بیرون، خیلی خوشایند است و خیلی زیبا است برای ما. بسیار زیاد تشکر. کار یک تیم بسیار خوب است. 25 نفر هستیم و با نمایندگیشان امروز صحبت کردم و تشکر از شما که همیشه قدردانی میکنین، احترام میکنین. بسیار سلامت. آوا دوستا لطفاً فکر نکنین که رنگ مال هستن، اینا هنرمندای کشور ما هستن. فکر کنین که دیوارا رو سفید میکنن، نه رنگ مال گفته نمیشه. هنرمندای بسیار عزیز کشور ما هستن. بفتخارشون کف محکم باشه. تشکر میکنیم از هنرسالار، نقاش و هنرمند خوب ما آقای امید شریفی. و عزیزان خوش آمدید میگیم دختران ورزشکار و قهرمان کشور ما از بخش وشو را. خدا کنه ما درست تلفظ کرده باشم. فکر میکنم وشو از اوشکو گرفته شده که ماتم احتیاط کنیم که لط نخوریم. دوست عزیز ما را همراهی کنین تا لحظات دیگر برمیگردیم. یک سلام خاص به شمایی که امی لحظه بزرگترین برنامه تفریحی سال تماشا میکنین. در ادامه برنامه امشب ما یک مجلس گرم محلی و وطنی هم داریم که با اجراهای متفاوت و نابشان خوشی و خوشحالی را در چهره هر یک شما جاری میسازن. امی لحظه هم یک آهنگ فولکلور پشتوی زنانه آماده است. همونطور است؟ بریم بخیر دیگه.
نام خدا بسیار زیاد مقبول. من بسیار خرد بودم که اینمی آهنگا در محافل عروسی قبلا خوانده میشد زیاد، ولی از نظر شما اینمی آهنگا کم نشده در محافل عروسی؟ بله آهنگا فعلا کم شده به خاطر از این کالم کمک مردم ها سازهای مست و سازهای غربی و یار گوش میکنن. وقت پیشا در محفلهایی که زنها یک جای میشدن عروسی این چیزا هم یا آهنگا را کلشان در دایره میخواندن. والا در یک آهنگ خب چیز جور نمیشه دیگه، از رای دور آمدین یک آهنگ دیگه باید اجرا کنین. خیر از دیگه زحمت ها را میبخشیم. یک آهنگ اجرا میکنیم، خب آهنگی که به خاطر این سال نو است. هنوز چی بهتر دیگه؟ خیر ببینین خانه کل ما آباد. وقفه در ادامه فراموش نکنیم. بازم خوش آمدین به برنامه سلام 1396. خدا کنه که تا حال با ما خوش گذاشته باش دوستان عزیز. مهمان این بخش برنامه ما زن افغان است که با تصویر به نام دختر افغان به شهرت جهانی رسید. تصویر دختر افغان که در مجله نشنال جیوگرافیک به نشر رسید و نماد از جنگ و مهاجرت در دنیا شد. به افتخار خانم شربت گله یک کف محکم بزنیم. شربت گله هغه افغان کډوال میرمن چی د شنو سترګو عکس په نړیواله کچه شهرت موندلې دی او تازه هیواد ته راستنه شوې ده. السلام علیکم غانیان رونو تاسو ته ډیر سلامونه
دنه وکالم برای کی او ډیر زیات خبرونه ته خراغلی تاسو او وطن ته خراغلی مننه دوستانو ام دوس د بی بی شربت ګولې سترګي ګورم او شاته هم د دوی انزور دی ماشاءالله اوس هم سترګي همغه سي زليګي لکه کلونو کلونو مخکې چې زليدي او الله تاسو ته یو ډیر خولي سترګي ذکر دي زه فکر نکوم تاسو د سترګو په شان په نړۍ کې د سترګي څوک ولري یک تصویر بسیار مشهور نه تنها در افغانستان در تمام جهان تو قلب شیبی لدی اکسخه تروس پوری دیبی؟ دا زد اللہ سو کالو مچ دا اکسر نایستلی سو وقت تاسو مهاجر شوی هست؟ زد اتو کالو ما مهاجر شو او دا چی اوز دا سو کالای دا خوبا نپخوتو کنه یعنی شاید دره چوریخ کالو مر بموی انځه د ښکالم تر په پاکستان ها ها د کډوال ژوند او پخپل وطن کې د ژوند څه توپیر شته ډېر څه پکشته غریبي مې خپل وطن مې خپل وطن او ګل وطن د خپل کورنۍ پاړه مکتوب وایست زه درې لورانه یو زوی دوغي سترګي هم ستاسو پر رقم دی کنه نه زما پر رقم نشته په ټول کورنۍ کې یوازې ستاسو سترګي ماشاالله د سشي او زما د مور د طرفه نه یو یو مپلارو او یو مرور دی یو مخور ده ډیر لیسه د انزور اخیستلو څو مودې وروسته بیا تاسو خبر شولاس چې تاسو دا انزور په نړۍ کې دومره زیات مشهور شوی دی ولا سکاله پس ولا سکاله پس تاسو خبر شوی بیا د کورنۍ عکس علامت چې وو کله چې تاسو کورنۍ او تاسو خبر شوی چې تاسو عکس دومره مشهور شوی دی کوم خو پښتانه ورخطا شو ډیر کنه غوم خپه زم خپه مړ حتما د اولادونو پلار کوم ځای کې د عکس کوم ځکه کلی دې اتمنې ولې چې دا کته کا دا څنګه دې ویلې ولا سر خپه شو بیرست خوشاله بي بي شربت ګولې مونږ کله چې ماشومان وو مونږ ورېدلې و چې ستاسو سترګي جادو لري او ستاسو سترګي کول شي د ناروغانو درملنه وکړي جيب جان هم ناروغ دی دا څنګه خبره ده آیا دا اړتیا ده سترګي داسې باندې زبه ولې داسې خواږه ترخه او تکلیفونه مشکلونه برابانه ترې ده اسم نشته غواځه بس څه پیغام لري میرمنو افغانانو او ټول افغانان کډوالو ته کډوالو ته ما دا خواسته چې خپل وطن ته راشي کوم چلته وسی یو ته دا وایم چې خپل وطن ته راشي خپل وطن او ګل وطن هر رقم خپل وطن خپل وطن ګل وطن ای گفته زمان ثابت میشه که شما دور از وطنتان باشین و احساس کنین که وطن چقدر براتان عزیز است وقتی میخواییم از وطن خود بگوییم پس بیاین که یک اجرای زیبا از هنرمند موفق کشور ما جاوید جان امیرخیل ببینیم با افتخار جاوید امیرخیل کف محترم
خوچری ماشی زمان در طول موری او خزان خوچری ماشی زمان در طول موری ستا دردونو کاروان تکور تکوری زمان ستا دردونو کاروان تکور تکوری زمان کوری زمان وطنا موری زمان بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. بفرمایید. زنده باشید. خیلی که ما و مصطفی جانم بسیار دوستش داریم و تمام مردم افغانستان صدایش دوست داره. در قسمت برنامه با ما هست. ممنون. تشکر. خراغلی. من کارم بختور شه. از ملمنو دیم بختور شه. در ټول ملت دیم بختور شه. در ټول ملتونو د افغانستان سال نو همه تون تبریک و مبارک. سلام علیکم. او اغلی شربت ګلو ډیر ستړي مشي. د دې پړه خو خیر پښتې مې رسنه کې ما ډیر زیات د دوی پړه د دوی د مسافرونو د دوی د مسافرۍ وغه تکلیفونه ژوند دوی په اړه ډېر څه خو بیا هم خوشاله یم چې نن یې مخامخ وینم زموږ د وطن پتمنه ښځه لکه څنګه چې نورې مېرمنې دي خوشاله یم جاوید جان از سال گذشته که دیگه در حال گذشتن است کم مونده چقدر راضی هستین از کارهایی که انجام دادین در این سال خوشاله یم والله الحمدلله زکه خپل ورسره سره دی هغه څه مې چې وویلې هغه کله انتخاب چې د شعر وشو یا موسیقي دې ورسره سره خوښ کړه تایید کړله خوشحالۍ خوشحالۍ کلنه ورته ډېر زیات مننه کوم بیبي شربت ګلی او امرخیل صاحب ستاسو د راتګ نه په خبرونه کې خب دوستان عزیز تا لحظات دیگر برمیگردیم برنامه سلام 396 با شور و هیجان ادامه داره ما را همراهی کنید بازم خوش آمدید جان با بزرگترین برنامه سال نو خورشیدی کال نکنم اشتباه نکنم دوستای عزیز خدا کنه تا این لحظات لذت برده باشین از برنامه حال نوبت یک اجرای فوق العاده زیبا رسیده از هنرمند بسیار عزیزی که تازه به کابل آمده تازه نفس است و بسیار زیبا میخوانه و نامش از متین جان عثمانی با افتخارش کف محکم شمال لگے گی گزرتا
مزه زر زر شال دلم دیگی حق گلالی گلالی زر زر شما لگه گی افکار مکنجان عثمانی، آوازخوان جوان و خوش‌صدای ما که از راه بسیار دور به کابل آمده. بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. خسته نباشین. سلام به همگی. با شما از سلام. سال نو براتون مبارک میگم. سلامت باشین. ان شاء الله که یک سال پر از برکت و صلح و صفا داشته باشه. تشکر. مکنجان کدام سال است؟ باش که از بیرون آمدی. سال اینجا ما رو بلد است یا نه؟ سال 1396 است دیگه. ان شاء الله که یک سال بسیار پر از برکت و سال بسیار پر از خوشی ها و صفا. 97 شروع میشه بخیرمون درس. 97 شروع میشه. نه 96 شروع میشه. صحیح. خوب شد که من در سال 2000 عبدی میلادی. متین عزیز بسیار خوش آمدی. اولین آهنگت فکر کنم یک آهنگ ما شنیدیم، البته شاید اولین آهنگت نبوده، یک آهنگ بود تبسم فکر کنم. درست اولین آهنگی که البته شاید بسیار مشهور شده باشه و بوده باشه. متولی آهنگ ما آهنگ توکل به خدا بود. بسیار یکی از ساختهای نواز صاحب. امی آهنگ که گفتیم میشه کم زمزمه کنین به خاطر که من مطمئن شم مو آوازخوان که ما فکر کردیم شما هستین یا نه. درست است. یک کمک بر اگر ساوند بلند کنن از میکروفونه لطفا. ایکو ساوند اکشن تا آخر برسون. تو آرام جانم، توی مهربانم، تو در هر نفس میں دمی در روانم، تبسم و لالے ارغوانت میں شوم. شیر دگیش. بہاران جانم بعشقت شگوفان، در آغوش گرمت ببارم چوباران. صفا جان خودش هست، خودش هست. تشکر. ماشاءالله خودتان بودین. صدای دختر نبود چون صدای دختر خودم خانم بردم. بهاران جانم بسیار علی تشکر بشه جد. واقعا تمام آهنگایتان زیباست. این آهنگتان چون مشهور شده بود ما علاقمند بودیم، خواستیم زمزمه کنیم. تو شد که به موسیقی روی آوردین؟ خب دلیل از این که ما به موسیقی رو آوردم فکر میکنم مهمترین دلیل چی بود که مرا موسیقی یک وسیله بود که به مردمم نزدیک میساخت. همیشه آرزو داشتم که همیشه در هر جایی که باشم با مردم خود نزدیک باشم. ما همیشه مصطفی جان کنسرت های مختلف داشتیم در اروپا، در کانادا، در امریکا و این همیشه یک برکت بوده که مرا به موسیقی و به مردمم بیشتر نزدیک ساخته و این مهمترین چیز است برای من. متین عزیز به زبان های پشتو فارسی ما خواندن، خیلی زیبا خواندن، دیگه به کدوم زبان ها میخوانین؟ مصطفی جان من به لسان هندی میخوانم و دیگه به لسان عربی هم یک آهنگ داشتیم در آلبوم اول خود. راستی؟ به نام ناری ناری. کیف حالک؟ آهنگ های پشتو داری تو حال ما در جویان برنامه شنیدیم، اما آهنگ هندی یک چیزی نو خواهد بود. موافق هستین دوستا؟ آلیس تسلی
جلد یار بولیا سن لے پکار بولیا تو ہی تو یار بولیا مرشد میرا مرشد میرا تیرا مقام کم لے سرحد کے پار بولیا پروردگار بولیا حافظ تیرا مرشد میرا एक पल को तैरूं पल में उड़ जाऊं वे मैं ता हूं पतगंदी लबदी ये जोरा जन्नत दी तू मुड़े जा मैं साथ मुड़ जाऊं तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं مرشد میرا تیرا مقام کملے سرحد کے پار بولیا پروردگار بولیا حافظ تیرا مرشد میرا و حال هم همکاران خوب نخبه و با تجربه خود با خود داریم که روی پرده مجریان خوب برنامه ها هستند و پشت پرده مدیران بسیار خوب. یک کف محکم برای مسجدان سنجر، لطف‌الله نجفی‌زاده و همایون دانشیار. خوش آمدین دانشور صاحب. سلام دانشور صاحب، خوش آمدین. خوش آمدین، خوش آمدین. خدا جان خوش آمدین. ساعتتون خوب است؟ حتما با این مهمانان بسیار عزیز ما آشنایی دارین. مسعود جان سنجر، مجری برنامه صبح آرمان صفایی شهر و رئیس شبکه‌های نشراتی تفریحی موبی گروپ در افغانستان. لطف‌الله نجفی‌زاده، خبرنگار بسیار خوب و در کنارش رئیس طلوع نیوز و همچنان همایون دانشیار مجری صفای شهر و رفیق رئیسا و خشقام رئیسای ما رفیق و همکار مهربان ما هم هستند. بسیار خوش آمدین. خوش آمدین لطف‌الله جان. فکر نمی‌کنین که حضورتان در این برنامه یک خبر فوری باشه که خبر فوری داشته باشیم؟ ما اتفاقا در این ست هفته گذشته یک برنامه سیاسی را ثبت کردم همراه میمونای پاکستانی و افغان که حفیظ جان برام گفت که فکر متوجه باش که می بخش ستاره افغان معلوم نشه. باز نفرای خود رایی کرده بود که تمام همی گوشه و کنار رو ایسته پت کنن. خب بعد ما کار خود را کردیم ادرس مصطفا جان تا که ناخونی کس افگار نشه یا خبر عاجل نمیره. یک دوتا مرده نفر باید زخمی شد شما خبر عاجل برین. یک دوتا مرده که بازی ها خبرش را پخش کنن. مصطفا جان عزیز، سال 1395 از دید شما چطور بود؟ من فکر میکنم یک سال بسیار خوب بود به ما شخصا بر شما و به خود کارهایی که کردیم، هم کارهای موفق و برنامه خوب داشتیم، دستاوردهای کلان کلان داشتیم. حالا اگر لیست بگیرم بخرم که بسیار زیاد میشه، ولی های میدان تای میدان تون بسیار خوب بود.
بخوند یک بار تعریف یه بیاد تنور نه هست هست لالست ماندیم از امون خودر گفتم اگر لست بگیرم بخش افغانستانش خوب بود بخش افغانستانشون میگه خوب بود آمد امون کامنت های فیسبوک اگر دفعه میرفتم باز کامنت های صفحه مجیب جان هم میخواندم دانشار سه مردم توصیف نیکنه شما خوب گفته بودن بخیر باشین دانشار سه شما را که همه میشناسن دوستان دارن زیاد بعض وقتا تو اتفاق افتاده باشه کسی عرضی خود آورده باشه با شما کمی را ببرین به یکی از مقامات دولتی یک چیز دیگه میگفتی با خاطری که زیاد شده چیزی که جالب است اتفاقا اگه هر روز گفته نتانیم هفته دو بار سه بار کسایی هستن که به درازه تلویزیون ما شما میان بله. تک تک میکنن و عریضه دارن یا از حکومت شکایت دارن یا از زورمندا شکایت دارن و معمولا دانشجو صاحب از اولین کسایی هستن که نام میگیرن و ازشان طلب کمک میشن بنابراین ما بخوایم یا نخوایم تبدیل شدیم به یک جایی که مردم برای کمک میاین یا برای رفع مشکلات برای رفع مشکلاتشون میاین فکر میکنم که امو کل دروازه رو تق تق زده وقتی که کار مردم نشد باز دیروز یک جای شیشته بودیم باز گفتن که دروازه دولتی رو بزنید زنگ بزنید دانشیار صاحب که ما زنجر که میره زود کرده حل کنه مردم چون حال مردم یعنی واقعا یک دفعه اق مجبور میشن که دیگه راه برشان نمیمونه از یک دفتر به دیگه دفتر از دیگه دفتر به دیگه دفتر دانشیار صاحب ما نامش حلال مشکلات مونده دانشیار صاحب یک چال خوبم بازار بعضی وقتا که بتنگ میشه میگه برو تو برو من زنگ میزنم مسجد جان یک شکایتی که همیشه دانشار صاحب داره از شما ایست که شما زیاد سفر میکنین و غیرازیری میکنین در برنامه غیرازیری کم میکنم مگم سفر زیاد دمو 365 روز 65 روز شلال خواهی تو راست کمی کار من کار که غیر برنامه صبح آرمان است به اصطلاح بود طبیعتش قسم است که من باید سفر زیاد برم ولی حال همو چال از اونم پیدا کردیم دانشار صاحب یک چاره برش سنجیده اگر هر جای باشم برای من صبح وقت زنگ میزنن یک دفعه فرانسه بودم هر روز صبح 3:30 صبح باید میخیستم در تلفن میبودم با یک ساعت از خاطر که دقیقا نمیرم میخواستیم بگویم که اگر مسعود جان در برنامه حاضرم نباشن در هر جایی که باشن از طریق تماس تلفنی دانشار صاحب وصل میشن و برنامه را با هم یک جا پیش میرن چون لازم و ملزوم یک دیگه هستن که باید در برنامه باشن امروز با. دانشار صاحب سب پیشانی ترش از دست خراب خیلی باش که اتو یک رقم گفتم دباین گپ گپ نزنیم خودت از فرانسه میگیم از چهار کونه نجفی زاده سه اگر ما بخواییم که خبر ببینیم بدون شک طلوع نیوز سهل میکنیم اما هر ساعتی که ما طلوع نیوز میگیریم یک کارشناس شیشته در طلوع نیوز و گپ زده رئیس و یا از طریق اسکایپ وصل است اینقدر کارشناس در هر مورد شما از کجا میکنین این کارشناس ها که کارشناس هست تو بیکار هست ما در هر ماه به حد میانگین 1200 میمان داریم و واقعا گاگای سخت است که کسایی رو پیدا کنیم که در عرصه کارشان واقعا متخصص باشن اما در مقایسه به سالهای گذشته بسیار فرق کرده مثلا یک وقت خانم ها را دعوت میکردن تا بیاین تنها در رابطه با مسائل امور زن صحبت کنن حال وضعیت متفاوت شده خانم ها در رابطه با مسائل امنیتی، سیاست، اقتصاد صحبت میکنن جوان ها مثلا میاین بحث میکنن که این یک تغییر بسیار کلان است کارشناس های ما یکان وقت اگر کابل کم شد باز از خارج هم پیداشان میکنیم من روش که لطفلا گفت میزدم یک کس دیده بودم که یک دفعه متخصص اقتصاد بود باز یک روز دیگه دیدم که سر امنیت گفت میزد باز یک روز دیگه بود که سر کل کارهای شاروالی تخصص پیدا کرده بود کارشناس نبود جامل کمالات بود مسعود جان در دفتر کار شما 20 تا تلویزیون هست زودتر کدامش رو میبینین؟ کلش امروز چی بود در تلویزیون با دو چیش 20 تلویزیون خب کلش قدم همزمان دیده نمیتونه ولی نوبت میکنیم در کارم چیز جالب بود امورو سعی میکنم ولی صفحه طلو کلان است از یک خاطره جالبتان از صفحه شهر از برنامه صفحه شهر بر ما قصه کنین خیلی یک خاطره جالب براتون قصه میکنم که یکی از روزا که سر مواد مخدر زیاد گپ میزدیم و مردم هم شکایت داشت که
مواد مخدر قسم فروخته میشه که در روی بازار صدا میکنن که دست اول و دست دو و دست سه. دیگه دمیانه که گپ میزنیم یک زنگ آمد. زنگ آمد، تلفون برداشتیم، یک کس از زیر پل زنگ زده بود. گفت که ما خود بسیار نزن. همونجه رسیوار خطا شدیم که یا هم رادیو میشنوند. استاد تشکر میکنیم از همکاران بسیار خوب و عزیز ما، از مهمانان بسیار خوب ما. در پایان لطفالا جان اگر کدام گفتنی داشته باشین، آخرین گفتنی امسالتان. بخیر باشین. یک سال بسیار سخت بر افغانستان بود. حدود 11,000 غیر نظامی در این سال در افغانستان یا شهید شدن یا زخم برداشتن. حدود 6,000 نیروی امنیتی ما شهید شدن و میگن بین 15,000 تا 20,000 شورشی از بین رفتن. به این معنا که خون زیاد ریخته در افغانستان در سال گذشته، مردم ملکی بدون شک گفتم. امیدی است که سال آینده هجری شمسی یک سال پر از صفا و صمیمیت و مهمتر از همه یک سال با یک امنیت بهتر بر افغانستان و بر تمام ما شما باشه. شب آخر سال همیشه مرور بر خبرهای و رویدادهای سال می باشه. امشب ما هم رویدادهای جالب در سرویس و اخبار می خواهیم مرور بکنیم. بله، بدون شک. نبی جان روشن سلام، خدا کنه که خسته نباشی از خبر خواندن. در طول سال خود ما کنم خبر خوش ندیدیم، خدا کنه که خبر خودت ما را شاد بسازه. سال نو تا مبارک باشه. خبر ما بر طورش خندی معلوم میشه. یه با موضوعات جدی است. شروع میکنم به اجازه. چورنگتون چورنگتون چونگ چونگ چونگ. به قلم من چونین میشه نوشته تمام اتفاقات مهم سال گذشته. کس ما را نمیتونه بگویه نامرد، طلوع نیوز بهترین جایزه را از آن خود کرد. فیلسوف بیچاره ما 10 دقیقه بند کرد یک سرک، یک شب و یک روز بیچاره گم بود لادرک. طلوع نیوز جایزه گرفت آنقدر زیاد کرد یاد، سخنانش را جناب مشابه کرده بود به باد. موشک های فراوان می آمد از همسایه، بر حساب کردنش یک ریاضیدان می خواهد. در سال گذشته یک جایزه گرفت طلوع نیوز، یه قریره بگویم که کلگی دم گوش بشینم. در سال گذشته یک جایزه گرفت طلوع نیوز، برقای ما هم می رفت عین می پرید فیوز. شما مهمان عزیز، سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر هستین زاد خوب است؟ بخیر هستین تا جور کنین. خدا صاحب زنده باشین. شکر شما خود زنده باشین. خیر بیرین زنده باشین. خرج جلال ما با یک زنده باشین. سلامت سلامت آباد باشین. زنده باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. بخیر زنده باشین. تشکر از شما قربانتان. سال نو شروع نشد. شروع نشد. خب. برای باز خوش آمدید. من هستم. مرکز دوام میکنه، دوایان باطل است. شما در جریان هستید که در اتفاقاتی که در جناب ایشان بودن قبل از ایشان چه اتفاقات افتید و در جنابی که ایشان هستن بعد از ایشان چه اتفاقات جاری است و ایشان ما آوردیم که ایشان بر شما ایشان مبارک باتی بدن سال نوشان هم. جناب اول شما بفرمایید. تشکر سلامت باشید. ما بفرماییم. فکر کنم که اینا رئیس از بق بودن و فعلا مستم. ما باید بفرماییم. ما باید بفرماییم. فرمایید شما. بفرمایید. بفرمایید. بخاطر که شما چیخ بزنید ولیه ما یک ذره منظر بگیرید نکفه. خیر. تشکر قربانتان. اتاسو راتک زه دیر احترام کن. بلده چه نوی کال، نوی بهار، نوی پرک، نوی دروغ، نوی دروغ تاسو نه لری وی. خب، دا چه شته وی زه اتاس بخدمت که ایم. جناب شما خوش آمدین. بفرمایید. سلام علیکم. زنده باشید. 96 مبارک باشه به همگیتان. انشاءالله که صحتمند و سرحال باشید. مجیب جان خوب شد اوسون دروازه نمانده بودی، دروازه بسته شد، خوب شد در این میدان تا این میدان اوسون نمانده باشی. و یک سلام خدمت دانشیار عزیز. خوب چای خانه هایتا میبینیم، خوب قصاب میکنی اما واقعیت نداره. تخیلیست، فیلم های تخیلیست امریکا هم زیاد شده، مثل ترمیناتور از چیز این دور فیلم ها. تا میخوایی که نواوری کنی به هر صورت نجفیزاده صاحب بر شما هم سلام تقدیم و با سنجر صاحب که صفایی شهر تقدیم میکنه صبحانه صداگر که تا میشنم. شهر صفا کده. زنده باشی عزیز. یار عزیز تبریک باشه برنامه نو. چی شد کمریم؟
جیرقم کبر است گای روشن میشه گای از یار ازیت برنامه نوت مبارک باشه ان شاء الله باز میبینیم و خدمت مار دعوت کن بر دعوت کن بر دعوت سر خب جناب فلحال صاحب شما در سال 96 که امشب دقیقا ساعت 12:01 شروع میشه سال جدید ما چه پلان دارین؟ ده اما تو خاموش میشینین؟ ده ما پلانونه؟ خب ده یو هدف سره چارچوب کات بود؟ پخپلا چارچوب کی؟ دیو چارچوب دننه کدام کاری که کارم است او را انجام میتون شما در نظرتان اینا وعده هایی را که میتونن عملی کنن؟ بیشت وعده ها برتان بگویم که بر مردم افغانستان افمیوه ضرور است اف میوه خوردین؟ اف میوه میوه را خشک میکنن پس تازهش میکنیم در اینجا بزد میوه خشک و یک چیز دیگر برتان بگویم شوروای وطنی که باشه یک دانه پیاز با گرموشتی بزنی بخوری در این سال نو بسیار مزه میتمی شوروا خوردی؟ شوروا خوردی؟ شوروا؟ بر صورت اگر نخوردی؟ ما کارا بسیار مهارت دارین موضوع در کجا دی در کجا درختر در کجا مثلا؟ او برا گریان میگیره با حالت اف میوه او روز یک دو اف میوه جور کده بودی اف میوه را خورد بسیار مزه داد تشکر برای ملت چی پیام دارین جناب شما اول بفرمایید بعد از ایشان بفرمایید دا ملت خدای هم دغسې بدبخت پیدا کړی دوی به بدبخت تر څو زیم یا بل څوک راځي دوی بدبخت پاتې کېږي د دوی تولد بدبخت ما پیام ما ایره برتان میتم که انتخابات بخیر نزدیک است دیگه متوجه باشن دوستای عزیز بخیر اگه میخواین باز معیشت شروع شوه باز هم پیسا بیایه باز هم کارا شروع شوه دیگه بخیر سلامت باشید تشکر سلام علیکم خوش باشید برسانم سلامت باشید نخیزی میشه اجایتا نخیزی اجایتا نخیزی سلامت سلام 13.96 سلامت عصبی به قلب مرتان تبریک خلاص شد شکچه تبریکی احیام نیست سلام 13.96 عصبی به قلب مرتان تبریک و احیان کدام مشکلی که در 95 دو بود در 13.96 پیدا نمیشه قربان دارم چک چک تشکر از من نطاق سرویس و اخبار ما سلامت باشین بسیار زیاد تشکر دوستا و حال هم شما طنز کوتاه و جالب را ببینین در مورد برنامه صفایی شهر ببینین که همکاران شبکه خنده ما چی تصور از صفایی شهر دارن چی صدا به بیدار بگی بارا از کی هست او بچه چپ از باب کارت نداره باز باشم طریق آرمان افم میگم نانوایی که نزدیکترین نانوایی برای آرمان افم دو دانه نان بیارین در آرمان افم نرازید و استودیوی از او بوجی بیشان بیارین تشکر یک آهنگ بشنوه خواهد تکر بخیزین میم سایب دال سایب دال سایب بخیزین که صبح شده برنامه شده برنامه شده تبایی شهر از بخی تبایی شهر بخی که تماس هم آمده میره دوستای عزیز صبر یک دقیقه صبر کن کلا مشکلاتی که داره زنگ بزن تخنیکی آمده اول زنگ بزن سکر مشکلات مردم چی میگن باش که مردم تماس بیایه تا بال تماس نمه فیل نگو هنگ بگین چیز بگوین گب بزن دوستای عزیز امروز روز شاربازیست شروع کنه روز شار خوش آمده بارمان خواستیم دیگه چی میفهم بارمان افم خوش آمده کلگیتان آرمان افم در خدمتتان تباز بگیریم بخاطر مشکلاتتان موضوع امروز صفایی است درباره چی بگو ما در شهر کشتیم راحت هستیم چوکی هایی که ما بالای ششتیم ترکدار از آدم سیستو میره یک کمک دال سایب دال سایب دوسته عزیز کدام مشکلی که داری در سرکتان در فامیلتان در خانهتان تماس بگیریم بر ما حالا یک مهمان بسیار نوجدید ورزشکار اندام خوب چی جوانی که تقریبا کم از کم 25 مسابقه را رد برده و در هر مسابقه کپ گرفته که او کپ بسیار زیاد ارزش بالا داره و بر وطن ما فایده داره چی مهمان نکتایی بسیار مقبول است بسیار زیباست با واقع افتخار میکنیم با نکتایی تا بالا چوکی شیشته ماشاءالله چوکی یکم برش خوب میزیبه بسیار زیاد خوش آمده موسیقی
به ادامه برنامه سلام 1396 خوش آمدین. این امی لحظام یک آهنگ سوچه هزارگی از گروه شمامه که در باربود تهیه شده میشنویم. سال نو هم نشده ولی ما براتون سال نو تبریک میگم دیگه همین لباس های محلیتون تبریک. تشکر. زنده باشید. میخوایم یک سوال بپرسم که چقدر عمرتون در قریه تیر شده؟ در وطن تیر شده؟ ما تقریبا تا صنف هفت در وطن بودم. از صنف هفت به بعد باز خیلی تو سوچم تو وطنی و محلیستی. بله هم. و خودت؟ من خودم هم تا صنف هفت در وطن بودم، باز از صنف هفت دیگه سالا نبودیم. در بامیان بودین؟ نه، من جاغری بودم. در سالا نو اطفال اونجا چی بازی دارن؟ من متاسفانه زیاد یادم نمانده، ولی کم کم بعضی چیزایی یادم مانده. دخترها در یک جای جمع شد، یک چی بود، یک رسم بود، جمع شد یک نفر عروس جرم کرد، بری بری میگفت، بری بری بازی میکردیم و بری یعنی عروس. باز بچه ها تخم جنگی میکرد. در بین شما کدامتون باز عروس شدین؟ من یاد نمانده. بگوین دیگه، برو کس نمشنون. من یک بار شده بودم نخورده ایخو. آره مشتمیم پیام شما را امی لحظه امو تو سوچه ازارگی اگه بگین چی پیام میگین؟ پیام ما برای مردم مایی است که گروه شمامه ایجاد شده برای ازی که امی فرهنگ و موسیقی اصیل هزارگی را بلده شما به نمایش بله. در این قسمت ما بهترین وشوکاران زن و مربیان رشته ورزشی وشو را به برنامه دعوت کردیم. قبل ازی که با اونا صحبت آغاز بکنیم و اونا رو استیج دعوت کنیم، بیاین چند تصویر از تمرینات اونا را با هم ببینیم.
با افتخار استاد سیما عظیمی و سریا صلاح‌شور یک کف محکم بزنیم. ماشاءالله. بسیار زیاد خوش آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین. شامتان بخیر. سلام. در صفحات اجتماعی شما را بیشتر دیدیم و به خاطر که ما هم زیادتر در صفحات اجتماعی هستیم. خیلی باز از نزدیک می‌بینیم. بسیار خوشحال هستیم از اینکه شما را از نزدیک می‌بینیم. تشکر. و نصیب دشمنا. اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه طلوع و همچنین حاضرین در تالار و فرا رسیدن سال 1396 به همه تبریک میگم. امیدوارم که سال خوب خوشی را پیش رو داشته باشین. و دست من به خاطر که یکم در سرگاه بیروبار است یکم آسیب دید بین در موتر. بر ما بسیار جالب بود مموجب جان گفتیم که اکثریت ورزشکارا گرمکاری میکنن، شما سردکاری میکنن از روی برفا. خب نه فرق میکنه، وقتی حتی در هوای سردم که باشه خب گرمکاری نیاز است، خب ورزش کردن خودش نیاز به همه حرکاتی که انجام میدی گرمکاری میکنین دیگه. وقتی حرکت انجام بدی وقتی که بدنت گرم بشه آماده بشه دیگه فضای سرد و گرم نمیشناسه، فرق نمیکنه روی یخ باشه آدم روی برف باشه. آلیس آلیس ما موجب جانم بعض وقتا که تمرین میکنیم یک دو سه دانه بخاری کنم گرم نمیم تا که تمرین کنیم. به هر حال بسیار آلیس بر ما بسیار جالب بود، واقعا خوشایند بود دیدن دختران قهرمانه که در این شرایط در وطن ما میاین و تمرین میکنن و میخواین بالاخره نشان بتن که ما هم زحمت میکشیم. اما قدر شهامت بچه های ما نشان نداده که در یه هوای سرد در تپای پر برف تمرین کنن. بچه ها اکثریت چون خانه باشن سلفی میگیرن در خانه. خانم صلاح‌شور اگر به ما بگین که چطور علاقمند وشو شدین و چقدر مدت میشه که شما با همکارتان استاد سیما عظیمی امی ورزش به پیش میبرین؟ من خودم میتونم بگویم که از ورزشکارای سابق وشوستم، پیش کسفتایش یا به اصطلاح براتون بگویم قهرمان سابق که مدال آورد. ما جدیدن با خانم سیما عظیمی که انشالله قهرمانی که پیش رو دارن به دست میارن مربوط به مدرسه شالین میشیم. خب بچه تعداد شاگرد دارین شما؟ خب مدرسه شالین وشو حدوداً از شاگردان دختر 15-20 نفر هستن که در اونجا فعالیت میکنن. حداقل دل ما از طرف شما جمع است که شما آزار و اذیت خیابانی نمیشین، چون ممکن است که کسی که این کار میکنه زخمی شوه. نه آزار خیابانی رو مطمئن باش. واقعا به نظر شما در بین ما و مصطفی جان کدام ما میتونیم یک وشو کار باشیم؟ او طرف تایی که چیره دیسته ای ببینید سیما جان بذار پارتنرش انتخاب کنه. خب بستگی به خود شخص داره که مثلا انگیزش چی هست فرق میکنه. خب مثلا کسی که علاقه داشته باشه میتونه سر برسن دیسته داره چی رقم میگیره باش که باید گردن بزن. در قسمت اگر موافقی شما باشه میخواییم که نمایش و مبارزه کوتاهی از شیر دختران وشو را ما داشته باشیم از شاگردای شما را. آیا میشه؟ خواندن؟ بله حتما. بسیار عالی. پس یک کف محکم به افتخار شیر دختران وشوی ما. به اجازه استاد خود نمین، باید استاد چون بگه که تشریف بیارین. نه نخوندین آماشه. بفرمایید. من و تو جوانیم، من و تو میتوانیم.
وطن را بسازیم اگر با هم بمانیم. بیخی مطمئن هستی؟ که چی؟ ای که انوز ما و شما جوان هستیم؟ با یک دوتار سفید شدن موی که نمیشه آدم بگه کسی پیر شده، او تاثیر گرد خاک است. خب ای را خراست میگی، اما چطور میتونیم که وطن بسازیم؟ ای چالش بر ما نشان بده. وطن میسازیم، البته تا فعلا همگی میگه که میسازیم، اما ای که چطور ساخته میشه بیاین در آهنگ زیبای از هنرمند محبوب ستاره درخشان کشور ما آرش جان بارز بشنویم. بسیار عالی، به افتخار آرش بارز. نشاندم نگاه هم کردی با مبهوت ماندم، من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. من و تو جوانیم، من و تو میتوانیم وطن را بسازیم اگر با هم بمانیم. من و تو جوانیم پر از شوق و شوریم، اگر عاشق بمانیم سزاوار غروریم. گل سرخ بگی سویت نشاندم، نگاه هم کردی با مبهوت ماندم، من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. برای صبح فردا من و تو میتوانیم وطن را بسازیم اگر با هم بمانیم. گل سرخ بگی سویت نشاندم، نگاهم کردی با مبهوت ماندم، من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. بسیار علی، بسیار زیبا. آرش عزیز خوش آمدی، خوشحال هستیم که در آخرین ساعت‌های سال می‌بینیمت، که در سال بعدی هم می‌بینیمت. خوش آمدی بفرمایید. آرش بارز، سال 1396 چگونه خواهد بود؟ یک آدم بسیار فعال، متأهل، زندگی بیشتر دوست خواهد داشت. یک آدم 30 ساله خواهد بود، بیشتر کار خواهد کردم و تلاش میکنم که امسال یکی از پرکارترین سالهای هنری ما باشه. سال گذشته هم فکر کنم من میگه حرف زده بودین. خیلی کار کردم، مثلا تلاش کردم، زحمت کشیدم، ما را انداختن به چاله چوله های زندگی. دوستا خوشبختانه امشب ما همسر آرژان بارز هم در برنامه با خود داریم. اگر آرژان موافق باشه که اونا را هم روی استیج دعوت بکنیم با برای اولین بار با همسر آرژان بارز هم آشنا شویم. حتما با کمال میل، خوشحال میشم. یک کف بزنین به خاطر سامه سادات بارز، همسر آرژان بارز. روی نماگی هم باید بتیم یا نه؟ خوش آمدین. سلام. خوش آمدین. تشکر. بفرمایید. بفرمایید. این حال چقدر مکمل معلوم میشین؟
حال درست شد. ایمان ما کامل شد. بله. واخر واخر شما را خوش آمدید میگیم. تشکر. سلام. برنامه ما خوشحال هستیم که امشب شما هم هستین در کنار ما. تشکر از اینکه منم دعوت کردین و سال نو تبریک باشه هم برای شما و هم برای تمام مردم افغانستان و امیدوارم که یک سال پر از خوشی داشته باشیم. حداقل همین سال بگذارن که زندگی کنیم. و همین قسم همیشه آرش جان تنها به برنامه نمانن. هر جایی که میرفت همراهش برین. این بسیار به نفع شماست. خب ان شاء الله زندگی دو نفره را از این به بعد دیگه بعد داخل برنامه هم دو نفره باشه. خب آره جان بسیار بخشی مصطفی جان نمیبخشم من. خوب باشه خیره. ما خبر شدیم که خانم برادر همسرتان نقاش است، درست است؟ سامه جان نقاشی خوانده، از پنتون فارغ شده و مدرن کار میکنه. میبینیم که گالری خانگی داره و نقاشی میکشه و بهتر بگم یا شاید جالب باشه که بگم ما در داخل یک از نمایشگاه های خود سامه جان با هم آشنا شدیم. و شما رفته بودین به دیدن گالری نقاشی؟ من رفته بودم به یک نمایشگاه نقاشی و در اونجا تابلوهایی که نگاه میکردم از یک تابلو خوشم آمد و عاشق تابلو چنی عاشق خانم برادر و عاشق نقاش شدین؟ در امو ابتدا احتمالا قبل از اینکه خود سمجان رو ببینم امرای تابلویش آشنا شده بودم و ارتباط برقرار کرده بودم با تابلو. خب زندگی مشترک دو هنرمند چگونه پیش میره؟ زندگی مشترک دو هنرمند خب همونطور هنری پیش میره و آرام بدون دغدغه، خیلی با احساس. جالبه که من بگم در این شرایطی که ما همیال زندگی میکنیم حد اکثر هر کدوم در بخش کاری خودمون گاهی میشه ساعتها اینقدر مصروف میشیم. مثلا من در داخل اتاق با گیتارم اینقدر مصروف میباشم، اینقدر مثلا کار میکنم که خودم خسته میشم، ولی هیچ وقت ما با هم دیگر تا حال نگفتیم که بس است دیگر. یا اینکه من میایم میبینم که نقاشی میکشه سامیه جان، با وصف این که من میشینم اونجا، من قرار میشینم دیگه آخر میشینم یک جای به داخل اون گالری، با وصف این که رنگا هست و تابلو هست و چیکار فران، میشینم گیتار رو میگیرم شروع میکنم به تمرین، تشویق میشم بیشتر. ولی شاید دوست داریم کارهای هم دیگه رو. آلیس من خود دوست دارم کارو. در آخرین شب سال از آراجان میخواییم که یک آهنگ را کوتاه برای همسرشان زمزمه بکنه، ما هم بشنویم که چی میخوانن و خانم برادرم یک چیز نقاشی کنن ما ببینیم چطور. عالی میشه اگه یک به صورت یادگاری یک چیزی برای ما نقاشی کنن، یک گل چون بهار در راز. رفت خارشان عاشق شدم من در زندگانی، بر جان زد آتش عشق نهانی، جانم از این عشق بر لب رسیده، عشق نیازم بر رخ چکیده، یک سو غم او یک سو دل من در تار موه، در این میانه دل می کشاند ما را به سوه، یک سو غم او یک سو دل من در تار موه،
در این میانه دل میکشاند ما را به سوه ما را به سوه زین عشق سوزان بی عقل و هوشم می سوزم از عشق اما خموشم ای گرمی جان هر جا که بودی بیمان نبودی هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودی یک سو غم او یک سو دل من در تار موه در این میانه دل می کشاند ما را به سوه ما را به سوه ما را به سوه د نوی کال ماخام دی او تاسو د نوی کال او نوروز ځنګړی خبرونه ګورئ په دې لچې روغ او رمټ اوسئ او د کال او وروستۍ شپې په خیر او خوشحالی سره تیر کړئ اوس هم زمونږ ګران همکاران د قاب گفتگو د خبرونې کورنۍ زمونږ سره په خبرونه کې میلمانه دي دوی ته خر اخلاص وایو حافظ جان محمدی یسرا جانه تیرنا جانه او صمیم رهنورد خب سال گذشته به خیر گذشت؟ امسال چی فکر میکنین چی خواهد شد؟ افهمه انداخته بودین؟ بله بسیار خوب گذشت و امسال هم خب منتظر عزیز هستیم که یک سال خوب و خوش آغاز شد و نه چرا دیر آمده؟ دیر؟ نه دیر نامده منتظر شما بودیم چرا لباسای محبوب پوشیدین؟ تشکر مصطفی جان سیار و روشن شان کجا بودن؟ سمیم جان خودت در کمینی چی هستی؟ یک دفعه سوال پیش کنم افمیه باشه شوخی کنیم مزاد میخواییم یک دفعه خواستیم که در قالب قاب گفتگو باشین خواستیم که یک چند سوال هم تو رد درد شوان قصد میمانای امسالت پیشتون دیگه نه او خود چی بود عابد بود یک وقت پیش از اینکه برنامه شروع شه کل برنامه رو ختم کرده خب بسیار زیاد خوش آمدین خوشحال هستیم شما رو داریم شما ما رو دعوت کرده بودین در برنامه‌تون دیگه اینا حقتون خواستیم ادا کنیم یکی از پربیننده ترین برنامه های ماست قاب گفتگو که دوستا همیشه طرفدار شما هستن دوست دارن برنامه تانه سلام به تمام بیننده های عزیز و سال نو تان مبارک باشه آرزو داریم که یک سال پر از خوشی و خالی از غم باشه برای تمام شما و خدا کنه که زندگیشان سبز باشه و فضای خانهشان همیشه بهاری باشه و خوشی در هر طرف باشه بسیار عالی است خب قبل از اینکه بریم سراغ یسرا جان تیرنا جان و صمیم جان ما امشب بازی قاب گفتگو را آماده ساختیم یک چیزی که ما میخوایم بگویم این که همین قاب گفتگو کلاگی فکر میکنه که قاب است یعنی قاب نیست قاب گفتگو بوش قاب است نه 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 همین قاب عکس است عکس در داخل قاب می باشه دوستا معمولا در خانه ها عکس داخل قاب میکنن یک جای ویزان میکنن نه دیگه منظور ما از همون چارچوب چارچوکات است در تلویزیون هم یک چارچوکات است تلویزیون های HD که خاص کلش چی است در کیفیتش متفاوت است دیگه اون منظور ما از همون چارچوب است و در داخلش ما گفتگو میکنیم یعنی که تو نیست که منظور ما از قاب باشه که پشت قاب که شما آوردین نیست نه ما از اون مو قاب این قاب برداشت کردیم این یک قاب دیگه است یک قاب دیگه است دیگه دیگه سوال هاست یک سوال شما بگیرین بفرمایید باش کیم طرف هم از طرف آخر بگیرین بفرمایید نقل بگیرین خب یک شبر داریم یک شبر دار بخوان ما هم بگیریم شما بگیرین میشه که از سمیم جان شروع کنیم بعد از این دوستای دیگه باز کنیم درست است درست خوب است باش که برام مایک هند مایک کارم سخت خب بازی قاب گفتگوست
و در روی کاغذ بعد از پرسش‌ها نوشته است که همکارای ما باید جواب بدن. یک یک بخونم. پرسش بخون. میکی در برنامه معلومات نادرست را ارائه می کند. یسرا. خب پیرا بیرین تا قضاوت می کنم. خب اینال جواب از این من بتم. نه خیلی جوابتان گرفته شد. تشکر است. نوبت تیر ناجان است. این دو دانه دیگه ناچند شد. دو دانه بگیرین یکی برای یسرا جان. خب نه یسرا رو میمانم خودش بگیره بگیره. مگر یسرا جان شما باز نکنین تا. باز کنم؟ بله. خب گفته که کی بیشتر در مورد شوخی های سیر و روشن حساس است؟ خدا آفرین صادقانه جواب میدین ماشاءالله. گفته کی در جریان اجرای آهنگ در برنامه تکان نمیخوره و واکنششون البته واکنش نشان نمیده؟ کی هست؟ خب شاید ما باشم. امکان نداره که آهنگ کسی بخونه و حرکت نداشته باشه. هست امکان داره. جالبی است که خب ما معمولا واکنش نشان نمیدم به خاطر که واکنش نشان میدم گفتم جنجال نشه. جان از خاطر که زیاد میگیره واکنش نشان. در برنامه کی بیشتر پر حرفی میکند؟ شاید ما باشم. سوال ها رو که جور کرده بود جالبی بود که همه موضوعات برنامه قاب و گفتگو بود دیش و قدر ما در جریان هستیم خیره که در برنامه برای تا نمی بود. بسیار عالی است دوستا و در این قسمت یکی از همکاران ما از گردانندگان قاب گفتگو به شما قرار است که یک آهنگ مقبول اجرا بکنم. شخصیت چند بودی داره دیگه در بخش ورزش هم هست. کی آهنگ خواد خواند؟ شاید همه فکر کنن تیرینا جان است. عبدی جان شما میخونید؟ والا من چون با خود اگر میگن میخونم مجبور دیگه. زیاد به چهره کی میمانه آخه؟ نه او چی هست دیگه؟ صمیم است بخاطر که آنه مایک شما متفاوت است. این حالا ببینید که این دیگه یک کیفیت نوش هست. شدن ها چی خوب پیرم کرد، هوای به تو شدن ها چی خوب پیرم کرد، و این که به تو غم روزگار اسیرم کرد، و این که به تو غم روزگار اسیرم کرد. جشن سال نو و نوروز سلام 1396 از طلوع میبینین. ما و مصطفی جان با شما هستیم. امیدوار هستیم هر جایی که هستین دارای صحتمندی کامل باشین و برنامه امشب ما را تا پایان دنبال بکنین. دوستا امسال اتفاقات خوبی در بخش هنر و فرهنگ افغانستان رخ داد که از جمله یکی درخشش تیم ارکستر زهره در سفر اروپا بود.
و اخیراً با اجرای زنده موسیقی تیم ارکستر زهره در مجمع اقتصاد داووز تلاش و تواناییشان به نمایش گذاشتند و برنده جایزه فری میوز هم شدند. بیاین در قسمت کوتاه این سفر هنری ارکستر زهره را با هم ببینیم. از مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دکتر صاحب احمد سرمست و رهبر اولین ارکستر دختران نگین خلواک دعوت میکنیم. برشان یک کف بزنیم. خوش آمدیم. خوش آمدیم. تبریکتان باشه. سپاس از شما. سفر موفق اروپا و اجرای ارکستر زهره در داووس و جایزه فری میوز. تشکر از شما. تمام جوایز و دستاوردهایی که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان داره نتیجه زحمات شبروزی دانش آموزا و اساتید است که در تربیت مسلکی دانش آموزا نقش دارند. من به نمایندگی خود و به نمایندگی رهبری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان سال نو و بر تمام هموطنان ما تبریک میگم و به خصوص دستاوردهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای دخترای شجاع و برای دانش آموزای ما برای همشان. خانم نگین اگر بر ما بگویین که چی احساس می داشته باشین زمانی که نزد هزاران تن و به خصوص سران کشورها شما اجرا میکنین؟ خب اول نوروز به همه هموطنای ما تبریک میگم و شما با دی رقم تبریک بگویید. مبارک. طبعا احساس خوشی می داشته باشیم که به نمایندگی افغانستان میریم و از افغانستان نمایندگی میکنیم و به مردم نشان میدیم که افغانستان چی است و موسیقی افغانستان چی است. دیگه طبعا احساس خوشی و هیجان می داشتم. نگین جان، غیر از اینکه رهبر ای ارکستر هستی، چی رویای دیگه داری؟ خب یگانه آرزو و رویای ما امی است که یک ارکستر ملی بسازیم و دیگه امی که درسای ما تمام بکنم در بخش رهبری ارکستر. اینمی بزرگترین رویه است. عالی. خب شما رهبر گروه هستین، واقعا هر کار سختی خودش داره. اتگاه شده باشه که شما در جریان رهبری گروه کدام حرکت غیر ارادی دیگه رفته باشین و کدام نوازنده کدام چیز دیگه نواخته باشن، اتفاق افتیده؟ خب اشتباه از هر کس سر میزنه و ما هم شاگرد هستم فعلا، قدر یعنی رهبر پروفشنال نیستم. یه به خاطر که یک سازم اگه اشتباه بره تمام موسیقی گردان میشه. مثلا کسی پرسان کنه دکتر صاحب کجاست، شما در جریان رهبری شروع کنین، او طرف سازم اون طرف میره یا نه؟ نیوت یک چیز خواه امکان نداره، اما اشتباهات میشه چون اول که ما پارچه را نو میگیریم طبعا مشکل میباشه تا که ما او را بنوازیم چند دفعه تا امروز او بلد شویم و او را خوبتر بتانیم آماده بسازیم. دیگه وقتی که آماده شد طبعا هیچ مشکل نمیباشه. کارش ما فوق‌العاده است، به هر حال گاهی شاید کار شود. دوستان خوشبختانه امشب ما در برنامه یک دسته از سازهای محلی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که متشکل از دخترها و پسرها است با خود داریم و یک پارچه زیبای به نام ارغوان از استاد محمد عمر برتان امیل عزب به صورت زنده اجرا میکنم.
سلام. و این هم است واقعا چهره زیبا و واقعی افغانستان. تشکر میکنیم از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی و از دکتر صاحب احمد سرمست و خانم نگین پولواک از اینکه امشب در برنامه ما حضور یافتین. بر شما سال خوب و بازم پردستاورد آرزو میکنیم. سپاس از شما. بر شما هم سال نو یک بار دیگه مبارک و بر تمام هموطنان عزیز ما سلام. تشکر. خب دوستان عزیز تا لحظات دیگر برمیگردیم. برنامه سلام 1396 با شور و هیجان ادامه داره. ما را همراهی کنیم. به ادامه برنامه سلام 1396 خوش آمدین. اینمی لحظام با یک اجرای ناب موسیقی قطغن زمین شما را شاد میکنیم. سال نو ای فصل فروردین به جام آوری، سال نو ای فصل فروردین صفا می آوری، صلح و یک رنگی و احساس و وفا می آوری، صلح و یک رنگی چنین باشد بیا زودتر بیا ای نوبهار، گر چنین باشد بیا زودتر بیا ای نوبهار، گر به دردی نیم جان ما دوا می آوری، گر به دردی نیم جان ما دوا می آوری، سالی نو ای فصلی فروردین صفا می آوری، صلح و یک رنگی و احساس و وفا می آوری، صلح و یک رنگی و احساس و وفا می آوری. بر کدام از سجده شکرانه می آرم بجا، بر کدام از سجده شکرانه می آرم بجا، یک فضای امنیت از بر ما می آوری، یک فضای امنیت از بر ما می آوری، سالی نو ای فصل فروردین صفا می آوری، صلح و یک رنگی و احساس و وفا می آوری، صلح و یک رنگی و احساس و وفا می آوری. امروز من از اون صبح که خوشحال بودم بچه ها پرسان میکردن چرا خوشحال هستی؟ و دلیلش هم این بود که من امروز همراه تیم موسیقی محلی هستم. بسیار زیاد مقبول. تشکر. لطف میکنید. همی مزه و لذت موسیقی قطغن زمین چی است که کلی طرفدارش هست؟ شخصا خودم لذت و مزه زیرا در امی هست که بدون هیچ وسیله خارجی لایف و زنده هست. ما فرضیم در هر سمیم این چیزا نو برآمدم تو زنده و مستقیم، چیزی که در اختیار، چیزی که از این صدا میبره، چیزی که از ما صدا میبره، چیزی که از دموره صدا میبره، همش لایف و زنده است.
یعنی بدون یک وسیله که مثل میکروفون یا که وسیله برقی گپا باشه فکر میکنم لذت مزگیش نمی باشه. ما شنیدیم که امی مردم فرخار بسیار هم تو مقبول و حسین هستن، این دلیلش چی بوده میتونه؟ دلیلش از نظر شخصی من است که فرخار بسیار طبیعت زیبا داره، بسیار هوای گوارا، بسیار آب پاک و زلال، دیگه میوه های بسیار ناب داره. فکر میکنم که هیچ سه چیز که یک جای شو واسه در زیبایی در زیبایی انسان تأثیری خدا داره سه. من از امیل لازمیم که مردم فرخار بسیار زیبا هست. بازم خوش آمدین دوستان عزیز. برنامه سلام 1396 است. به مناسبت تجلیل از جشن سال نو خورشیدی. خدا کنه تعال براتون خوش گذشته باشه، بر ما و مجیب خوش گذشته، اگر بر شما خوش نگذشته دیگه نمیفهم. در قسمت برنامه هم ما دو تن از همکاران خوب و مستعد ما را از بخش طولونی دعوت میکنیم که یک سال مکمل اونا زحمت کشیدند تا اینکه شما را از تازه ترین رویدادا در جریان بگذارن. همکاران خوب ما شکوفه دانش و انیسه جان شهید، یک کف محکم برشون بزنید تا اینکه روز تیز بیاد. انیسه جان شهید و شکوفه جان دانش حتما در پردای تلویزیون دیدین. خوش آمدین. بفرمایید. پیش از سال نو برتن تبریک میگم. تشکر میکنم مجیب جان و بر شما هم سال نو تبریک میگیم و از طریق تلویزیون طلوع و همه بینده هایی که ما رو تماشا میکنن سال نو پیش از پیش برشون تبریک میگیم و آرزو میکنیم که یک سال خوب را در پیش داشته باشن. تفصیل خبرها؟ گزارش مش نمیم از انیسا جان. انیسا جان شما بسیار خوش آمدین. تشکر. تبریک میگیم پیش از پیش سال نو. تشکر زیاد از مجیب جان، مصطفی جان، بیننده های تلویزیون، حاضرین اینجا. من هم سال نو به همه مردم افغانستان تبریک میگم. امیدوار هستم که سالی که پیش رو داریم یک سال خونین دیگه نباشه. امیدوار هستیم که اندکی از درد و غمی را که مردم در این سال کشیدن، رنجای بسیاری را که امسال دیدن، امسال یک ذره کمتر باشه، اصلا نباشه. توقعی شاید بسیار بزرگ باشه، ما کم هم باشه ما قانع هستیم. امیدوارستیم سال خوش داشته باشیم. تشکر. شکوفه جان، آیا از اول میخواستین که گوینده خبر باشین؟ کاملا دقیق، به خاطر از اینکه ما پنزه ژورنالیسم خواندیم و از اوایل، یعنی از زمانی که من شاگرد مکتب بودم، میخواستم که در بخش خبر کار کنم و یکی از آرزوهایم بود. عالی. چقدر خوش هستین امروز از اینکه آزادی را دارین که یک رنگ سرخ بپوشین در برنامه داریم پرده تمیزی. این روز چون یعنی غیر رسمی اومدیم ما، از این خاطر ما هم یک رنگ غیر رسمی پوشیدیم. نتاقای بخش خبر ما در روزای مناسبتی و یا روزای خوشی و شادی فقط اگر خانم باشن هم رنگ چادرشان اگر شادتر میشه، اگر آقا می باشن نکتاییشان رو ببینی که امروز سرخ زدن یا ای که سبز زدن. معمولا ما گزارشگرها رو دیدیم وقتی که خب یک عمله انتحاری میشه که چی کنیم دیگه، از یه اتفاقات زیاد میفته اینجا متاسفانه. باز گزارشگر در قسمت از گزارش خود میگه که سوال اینجاست که این مهاجم انتحاری چگونه خودش را تا این محل رسانیده. یعنی تدابیر امنیتی کابل قدر شدید است که یک پشام نمیتونه تیر شده به نظر شما؟ خیلی چی بگویه؟ خب به نظر ما باید بگویم که اینطور است، بخاطر از اینکه خبرنگارا وقتی بیچاره به یک نهاد میرن، مثلا ما شفاخانه 400 به سر آخرین رویداد است میخوایم مثال بگویم، شفاخانه 400 به سر اگر ما خبرنگارا بیچاره بریم، گارد که میای اول سیل میکنه، کارت تنشان بته، تلاشی میکنه موتر بایک کمره را، چند جای باید تو از تلاشی ها بگذری تا که تو را اجازه بتن بری به مو جایی که میخوایی. اما وقتی که انتحاری در داخل از اون میره خواهی، سوال برانگیز پس نسبت به آمدن مهاجمین آمدن خبرنگارا بسیار جد مشکل است. یک جد من اگر وقت میگم که ببخشین من انتحاری نیستم. به نظر ما باید سوال شد که اصلا گزارشگر بگوید که
اصلا جای سوال نیست که مهاجم خودش را چطور تا اینجا رسانیده، چون در افغانستان بسیار راحت میتونین در جایی که خواسته باشین وارد شوین راحت. کامل باز اگر او تو بگوی حتما امنیت ملی را شوخی کردم، شوخی کردم. سابق دوستا حتما شاید بیادتان باشه زمانی که شما کودک بودین، برای کسایی که جوان هستن ایگه پا میگم خبرو را همیشه کسایی که کهنسال بودن می دیدن، چون نتاق خبری خودشان یک آدم سرسفید می بود یا یک خانم کهنسال می بود، اما در این اواخر خبرها را بسیار به علاقمندی و دلچسپی جوانا این می رقم شده تعقیب می کنن و او هم یکانه دلیلش این است که ماشاءالله نتاقای بخش خبر ما آل جوانا هستند و او هم بعضی از دختر خانمای مقبول مثل شگوفه جان که حتی ما دیدیم بعضی خبرهای تکرار مردم به خاطر شما چندین بار سعی میکنه میگه باش که این دفعه چی میگه. باز آخرش پرسیدم که چی بود میگم بچم. شما جان اگه برام بگوین که چون خبرها همیشه به صورت زنده پخش میشه، وقتی که کدام اشتباه صورت میگیره شما چگونه ایر تنظیم میکنین؟ خب قسمی که شما هم گفتین خبر همیشه زنده می باشه و اگر اشتباهی صورت میگیره کوشش میکنیم کلمی بعدی را قسم بگوییم که به نحو او اشتباه را جبران بکنه دیگه. این معذرت نمیخواین هیچ وقت؟ بله اگر اشتباهی که یعنی اصلاح نشه مجبوری معذرت. تو وقت شده باشه که شما گفته باشین با معذرت، دوباره اشتباه کرده باشین، باز معذرت خواسته باشین، باز بالاخره گفته باشین بسیار معذرت میخواین، زیاد معذرت خواستین. انیتو حالت نشده. خب به هر حال بسیار از انیسه جان میخوایم پرسان بکنم که شما مصاحبه‌های زیاد داشتین با شخصیت‌های مختلف در برنامه‌های مختلف و گزارش‌های مختلف، در کدام گزارشتان شما به تشویش بودین و یکم دست پاچه بودین در مصاحبه؟ کدام مصاحبه یادتان آمد؟ خب یک سب به سوال بعدی میریم. سوال بعدی اینجاست، روزی که شما با آقای اشتی مصاحبه کردین آیا اون روز در دفتر کدام گزارشگر دیگه هم بود یا نه؟ و آیا شما بلاقی خود را یا بر شما یا شما معرفی شدین که گفته شد که باید برین به این گزارش؟ تو بود که ما مو خبر تصادفاً امروز هر روز هر کس یک سوژه داره برای تعقیب خبر، وقتی که تو سوژه را میگیری که کار کنی بازی دیگه خودت برو باید کار کن که با کیم که صاحبه میکنی و چی میکنی این دیگه باز دیگه را کار ندارن. خب من چند نفر زنگ زدم، یکی از این نفر را با آقای اشتی باید مصاحبه میکردیم به خاطر که اونا تازه از بند رها شده بودن و من زنگ زدم تصادفاً اونا کابل آمده بودن همون روز. خب من رفتم برای مصاحبه دیگه فکر نمیکردم که چون این واکنش هایی داشته باشه. من اصلا پیش بینی نبودم که نه واقعا شجاعتتان قابل قدر است. انیشه جان از شما و از تمام همکاران ما که در بخش خبر کار میکنن از شگوفه جان، برحال صحبت ها خیلی زیاد است اما شب بسیار کوتاه است انشاءالله که بتانیم در آینده هم خاطرات و قصه‌های زیادی از شما داشته باشیم. تشکر میکنیم از شگوفه دانش و انیسه جان شهید گوینده و گزارشگر طلوع نیوز از اینکه در برنامه امشب مهمان ما شدن و انشاءالله که بهترین سال با رویدادهای خوب در پیشی داشته باشیم. تشکر از شما هم، انشاءالله که همگی یک سال خوب داشته باشیم. بازم خوش آمدین دوستان به برنامه سلام 1396. خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و دقایق بیش باقی مانده به تحویلی سال و اجراهای دیگه هم باقی مانده که ما را فراموش نکنین. منتظر بهترین و زیباترین اجرای سال در ختم سال و آغاز سال نو با ما همراه باشین. در دقایق اخیر سال بازم ما کوشش میکنیم تا ای که عزیزترینای ما را با خود داشته باشیم. در قسمت هم یک اجرای بسیار زیبا، یک ترانه بسیار عاشقانه را از آهنگساز و آوازخوان پرآوازی کشور دوست و همکار خوب ما استاد وحید قاسمی میشنویم. با افتخارشان یک کف محکم.
قلبش دارم، وای از چشمانت که دوستش دارم. سنگین ترین خمارم، ای کاش بر درخت سپیدا میشد حکایت تو نویسم، ای کاش بر درخت سپیدا میشد حکایت تو نویسم. حکایت تو را، یک سوانه به جواب سنگین ترین خمارم، سنگین ترین خمارم. هر که تو بود و پره، وای از چشمانت که دوستش دارم، وای از چشمانت ترالی. ما رفتیم برای چند دقیقه اینطور باش پس بهیم. استاد جات خوش آمدین آقای قاسمی، سلامت باشین، لطف کردین. برنامه وی جی ما شکر، برنامه بسیار عالی، بسیار زیبا، و تشکر میکنم از اینکه مرا هم امشب سهم دادین که طویل و سال با هموطنان عزیز ما یک جای باشین. خواهش میکنم، جای شما همینجا هست دیگه. قربان شما. کاملا قاسمی صاحب، در سالی که گذشت دیگر، بله، بیشتر چی عصبانی ساختن؟ من کمتر عصبی میشم، منطقه عادتم است که همیشه سر وقت هستم در وعده و قرار و اینای خود. باز گاگایی که یکان وقت وعده خلافی میشه، بازمو من عصبی میسازم. وقتی که عصبی میشین قارتان میه، قسم میشه باز چی میکنه؟ از من که شما میفهمید. کمپوز خود هم ازازین قاسم زده بود تمام برنامه کنسل. بله، نه نه نه، چی هست جالبی است که خب شما مطمئنی را حس کردین. من همیشه خوشحال هستم و همیشه صبح که میم کوشش میکنم که همکارای من از من انرژی مثبت بگیرن از دیدنم، و روزی که مثلا دو ماه بعد، سه ماه بعد یک روز باز ناراحت باشم، باز همه دوستا میفهمن که والا امروز گوشه بگیرن باید خدا خفه است. نه نه نه، و هیچ وجه نه، باز تعارفات شروع میشه، یکی کافی دعوت میکنه. کاملا یک هنرمند گوازخوان در یک جمع، در یک مجلس، چطور میدونه که بهترین دوست و علاقمند خود بشناسده؟ دقیقا. یاد یک کنسرت. بله بله، خب این سوال یک بار دیگه هم کسی از یک کس دیگه سوال کرده بود، گفته بود چطور کنه آدم که یک هنرمند یعنی دوست خود بسازه یا طرف توجهش قرار بگیره. گفت خیلی بسیار آسان است. گفت در محفل که هنرمند آوازخوان است میخونه، گفت تو همراه دوست اختلاط میکنی، هر وقت چشم بچه شم شدین بگو واه و سبحان الله. تشکر از شما قاسم صاحب، با ما هستین، هنوز برنامه باقی مانده. دوستان عزیز، آخرین تحفه برنامه امشب ما را فراموش نکنین که یک تحفه خیلی زیبا است، حتما خوش میشین و منتظر باشین. وقت لحظات اخیر سال است و در این لحظات ما میخواهیم که بهترین تحفه جشن امشب ما را به برنامه دعوت کنیم. بله، اسمش را بر تعریفش بگو. کاملا که از راه بسیار دور آمدن
و خواستیم که تا با اونا سال نو را جشن بگیریم. هنرمند خوش صدا و خوش سیما که چندین نسل عاشق صدایشان هستند. با افتخار هنگامه جان یک کف محکم. هنگامه جان بسیار خوش آمدین، قدمایتان دیده. سال به سال ماشاءالله زیباتر شده میبینیم شما. سلام علیکم. تشکر شما باشین. شما ما روشن. بفرمایید. قربان شما مهربان هستین. بسیار خوش آمدین به برنامه ما. هیچ باور ما نمیشن که این لحظه شما در کنار ما هستین. بارتون میشه؟ همچنان من خودم هیچ باورم نمیشه که من امروز در جمع شما عزیزا هستم که همیشه شما رو واقعا از دورهای دور از پرده تلویزیون میبینم. بسیار زیاد خوشحال هستم که شما را از نزدیک میبینم. قربان شما، لطف میکنین، افتخار بخشیدین به ما که آمدین در این سال نو مهمان ما شدین. زنده باشه. نکتون ممنون. این سال نو ما دو چند خوش شد بر ما. همچنان بخودم. در آغاز هنگامه عزیز بر ما بگوین که در مورد سفرتان به کابل ای که چی مژده دارین، چی کارها در راه است؟ قسمی که خواهش شد دوست عزیزم و ایجان قاسمی یا مثلا ستاره افغان و برنامه طلو، تلویزیون طلو از که خواهش کردن، به بسیار کمال خوشی آمدم، از جان تشکر میکنم، دعوت کردن و اینمی پروگرام های اونریست که گذشته میره دیگه. من هم کوشش میکنم که در مردم نازنین خود همیشه در تماس باشم، از این امکانات همیشه استفاده میکنم، بیایم احوالشان را بگیرم. دمو جام که هستم، دلم امرایتان است، دوستتان دارم. سلام باشین دوستا. فردا شب دور نهایی جشنواره 12 ستاره افغان فراموش نکنین که هنگامه جان مهمان ویژه ما در او برنامه هستند. بله. و بر شما بهترین آهنگای خود اجرا خواهد کردند. انشالله ما بی صبرانه منتظر هستیم. انشالله بخیر. میخوایم بپرسم که چقدر خوش هستین که سال گذشت و چرا خوش نیستین اگر خوش نیستین؟ خب خوشی هم بود، شکرخونی ها هم زیادتر بود، ولی امیدوار هستم بعد از این هر چیز، یعنی خوشی ها زیادتر شوه و دوستی ها و محبت ها و اتحاد زیادتر شوه، چرا زندگی معنای زندگی همین لوف است و محبت است، ای که هر روزش واقعا به جگرخونی و غم و غصه و ناتیر میشه و ما قلبا متاثر میشیم، ای که دور هستیم و خط علایده است، ولی واقعا علم دردناک است برای هر افغان با احساس اون طرف است یا اینجا است. متاثرم میشیم که از اینکه پرابلم هایی که در افغانستان در میهن خود میبینیم و همچنان از خوشی ها و از پیشرفت هایی که مردم ما در اینجا میبینیم، از جوان ها، از هر چیزی که باشه خوش میشیم. چرا نه؟ بسیار. آیا خاطرات خوش از نوروز های گذشته دارین؟ سال های پیش خاطرات بسیار زیاد است، ولی باید میگفتی مرا که من خاطره خود یک شی کتابچه خاطرات خودم میآوردم باز برات میگفتم. به خاطر خاطره زیاد است، یک خاطرش بسیار یک خاطره جالب است، اما که سانسور کردم، من نمیخوام سانسور کردم، من نمیخوام نام هنرمندش بگیرم. من تو رفتیم جلال‌آباد، یک پروگرام بسیار مقبول بود که بسیار هنرمندای رادیو زیاد بودن. یکی از هنرمندا وقتی که در سر استیج رفت استیج چپش نامش را نمیگیرم، استیج چوبی بوده در اون جمله استیج شکست دیگه. من تو بسیار خاطری خودم خدا چقدر بهتر شده باشن دوستا. اما لحظه بیشی نمانده برای تحویلی سال، حال ما ناگزیر هستیم که یک وقفه بگیریم و پس از وقفه بهترین اجرا و زیباترین اجرای سال با حضور هنگامه جان و استاد وحید قاسمی با هم میبینیم. با ما همراه باشید. در نیوی کال او نوروز جشن سلام دیر لسه و شپک نوی تا خرغل است. نیوی کال او نوروز تا یوازی چو شیبی پات دی، زمخی دمخی طول افغانانو تا پا افغانستان که دنن او دا نری پا گود گود که در زرل کومی دا نیوی کال مبارکی وای ما او همدار از حقور طولو تا چی دا پسرلی لمرانه ورز دا کال لمرانه ورز جشن نیستی او غویت دی هم مبارک وی. او غواړم چې په دې وروستۍ شېبه کې د مصطفی جان هیله وپوښتم چې د دوی هیله څه ده؟ آرزوی ما بر سال نو خورشیدی است که امن و امنیت داشته باشیم، دل هیچ هموطن ما نترسه، نلرزه و هراسان نباشه، در هر کجایی که هر هموطن ما است عشق و آرامش داشته باشه. این بزرگترین آرزوی ما است که ما هم دمی وطن هستم.
و آرزوی ما هم مصطفی امی است که امی شما با آرزویتان برسین مصطفی جان، چون واقعا این بهترین آرزو بود و ما هم آرزو میکنیم که امی آرزوی خودت برآورده شود. خب همکاران ما اشاره کردن مصطفی جان که فقط چند لحظه به تحویل سال باقی مانده و ما باید لحظه شماری کنیم و بریم به طرف بهترین و زیباترین اجرای سال و سال نو با خوشی، سرور و شادی جشن بگیریم. بشک. آها. نو. نو. هشت. هفت. شش. پنج. چهار. سه. دو. یک. سال نو مبارک. سال نو شما مبارک. شیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز 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 آمد. در روز نوی زمین زمان میخندد، گل گل همگی دهان دهان میخندد. یک لحظه اگر بخند لب باز کنی، همراه تو نبض آسمان میخندد. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. جشنی سمنک شیره مهراین است، در سفره تان سعادت حفصین است. کنگینه دل را به من تشنه بیار، انگور محبت چقدر شیرین است. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد. شربت نوروزی، دیدار و گلف شانی و کالا دوزی. گر چشمه چشم تشنه من نشوی، در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گلف روز آمد. حالا نوروز آمد. داستا وصل به دنیا کی نوی تلا، ما نولی ورانوی زلگی دبلا. سوک چی پل سیزی اغا پخ پل سوازی، ای چراغتا بہو سوزی او زل. ونا نا 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 چاتن او نوای ما، نا 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 چاتن او نوای ما، نا 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 چاہتا نا
مزادار دیر علی خوشحال اوسی زنده‌باد زنده‌باد له هر سنه مخ کې زه تاسو ټول ته د نوی کال مبارکي وایم ستړی مشه خیر اوسی الله دې وخوشاله اوسی او دا کاسا ومنګه څومره خلې غاګ لري په خدای زمون کور کې شته خو داسې غاګ نه لري بس دا خو په خپل هنر په فن باندې برابرۍ غاری شي کنه هغه بده دا خو وج غږیږي چې لوند دی نه غږیږي رباب منګه و کاسا بسیار مزه‌دار است. سخی جانا که راته و پننگرهار که تفریحی میله زیونه کم یودی؟ خلق چیر تا میله تزی؟ بس پننگرهار که خو دا امیر شهید باغ دی. دسی دا دروانتا دا سیل زیر صفا. بس زمان دا کامه و لسوالی دل تا دسین غار دا ترهی ورتوی ترهی. اغم دا سیل زیر خیسته زیری. بس هم دا غزین دی خیسته مونگا طول چکر هم دل تاوی زیرا دی. دیره مننه خیر اوسه ژوندۍ اوسه کور مو ودان که کوم پیغام لري مهرباني بس پیغام لرم خو ما طرف نه دي ټول او هدوالو هدوادوالو ته بس نوې کال مبارکي ورکوم
مرغ با سوی آمده. خیر باشه. تاسو طول تا هم. وقفه. با ادامه برنامه سلام 1396 خوش آمدین. سال نو به همتان تبریک میگم. آرزو میکنم یک سال خوب خوش را داشته باشین. همچنان به همکارای عزیزم که امیل عزا در پشت صحنه کار میکنن و شما هم سال نو تبریکی میگم. خب مردم ازبک هم در فرهنگ دیرین خود گنج موسیقی را دارن که از نیاکانشان اما تو نسل به نسل بالاخره اینجا رسیدن. حال یک اجرای جانانه موسیقی ازبکی. خمار خماری که کوزه مستا نیارم ده گره یار یار این لی وفادار ارده لی یار یار این لی وفادار ارده لی کلد بهار گل در تیره نگار شان ارده لی کلد بهار گل در تیره نگار شان کلگین منی آنونگا خوشید کمان ایلا کلگین منی آنونگا سنی جور خالری ارسن من جانونگا سنی جور خالری ارسن من جانونگا یار یار این علی وفادار ارگلی یار یار این علی وفادار ارگلی کلده بهار گل در گلی نگار جان ارگلی کلده بهار گل در گلی نگار جان ارگلی. بسیار عالی. ما همی قبل از ثبت می همکارای ما گفتن که می دوله در پولی من نشانین بخاطر از اینکه ما بخی بیخود میشن دیگه که دوله در پولی باشه و این رقم باز بزیبایی نواخته شوه. سال نو همتون تبریک میگم. خدا کنه که یک سال خوب خوشی را داشته باشین و از وی جان جوز جانی میپرسم که سال گذشته را چطور سپری کردین؟ تشکر میکنیم از شما. ما هم به نوبه خود بنده وحید جوزجانی از طریق شبکه تلویزیون طلوع برای تمام مناطق‌دارای خود سال نو از صمیم قلب تبریکات عرض میکنم. سال گذشته هم خوب سال بود، سال بعد نبود. خدا کنه که سال دیگه هم خوبتر باشه. یک کمی از رسم رواج جوزجان به ما بگوین که در سال نو چگونه تجلیل میکنن سال نو؟ سال نو خو اکثر مردم میاین مزار شریف چون که اونجا مزار شریف نزدیک است و بعد از او باز مردم میبراین در دشتا و سبزلغت و این چکر میزنن. به خدا می غذای ازبکی بسیار نامدار و بسیار مشهور است و مزام میته. این می غذای شما چی مندازین که تو مزادار میهه؟ همین سرش نیافتم به خدا. والا کلگی راستی هم نام داره همو اگر اشتباه نداره اگر اشتباه نکنم شاید اما قابلی ازبکی که میگن امور میگن با خدا تک کیف میکنه که میخورید اگر چی میگن با گفته سیاسارا کدوم پنج انگشت خواه خدا کنه که بیاین ما قدر عزت شما رو بکنیم. وقت برنامه نیز اگر نمید درم نمیشه که شما رو رایی کنم. مهربان است. تشکر. خیلی برنامه که خلاص شد باز ما شما میشینیم ادامه میتنیم. خوب است. حال از کلتان تشکر میکنم. واقعا بسیار زیاد زیبا معقول نواختین. لذت بردیم و شاد شدیم. تشکر. اگر کدام پیام داری به هموطنان عزیزت میشه بگویی؟
قابل یادآوری است که باید در اول ما عرض میکردم برای کل وطندارا یک بار دیگه بازم بهار نو، سال نو، روز نو، سال 1396 برای تمام مردم افغانستان و بالخصوص عزیزا و وطندارایی که در خارج از کشور هستند از صمیم قلب تبریکات عرض میکنیم. خدا کنند که جور و صحت باشه، یک سال بسیار پربرکت، سال پرمیمنت داشته باشن. خیر ببینید، زنده باشین. اونجا رسیده نمیتونم دیگه، از اینجا کلتان رو میبوسم. بخیر باشین. یک وقفه کوتاه و بعد از وقفه موسیقی مشرقی. به لحظات اخیر برنامه سلام 1396 خوش آمدین. یک بار دیگه سال نو همتون مبارک. و در این لحظه اخیر یک اجرای جانانه از خانم و شوهر میشنویم. اجرای خانم فیضی گل و شوهر عزیزشان استاد سعدی از کشور دوست ما تاجیکستان. بسیار زیاد خوش آمدین و سال نو برتان تبریک میگم. سلامت باشین.
تشکر. اولا سلام خدا به تمام مردم میرسانیم و دویم تمام مسلمانای دنیا را با فرارسی سال نو تبریک و مبارک بود میگویم. پیش از همه به همه مردمان روی دنیا صحتی سلامتی عمری دراز و خوشی های روزگار را تمنا داریم و مینداری خدا به تلویزیون طلوع میرسانیم که هر سال ما را فراموش نمیکنند، در محفل های خود ما را دعوت میکنند. از بودنتون در افغانستان چی مدت میگذره؟ چقدر وقت میشه که در افغانستان زندگی میکنین؟ 7 سال میشه که ما رفت و آمد داریم، دوستی قوی داریم و ناگفته نمونه که از همین مهمان نوازی شما استفاده میبریم. شاید از او خاطر مهمان نواز که هستین، ما هم همین زیاد عادت کردیم در همین افغانستان زیادتر هستیم. مالی خانم فیضی گل، قبل از سال نو اینجا خو خانما در خانه خانه تکانی گپا میکنن، اونجا می رسم رواج است سال یک بار به خلم خانه تکانی میشه در اینجا؟ البته که خانه پاک کردن و خانه تکانی ای هر وقت می شود، فقط در نوروز مردم ما کوشش میکنن که یا پرده نو بگیرن یا تلویزیون نو بگیرن یا رنگ مالی کنن خانه را. از هر سال همین تو تغییرات میارن؟ میارن البته، هر عید، در هر عید همین تغییرات در مردم تاجیکستان است. باز یک ما یک رواج دیگه هم داریم، ما در افغانستان چیزا نمیبینم. همه مردم ما یک چرا شنبهگی میگیم. مقصد در شما اگر روزی جمعه رخصتی باشه در تاجیکستان به تاریخ 20 روز شنبه و یک شنبه رخصتی است و تمام محله های ما از هر یک فامیل 2 نفر 3 نفر 1 نفر فرق نمیکنه، جارو و بیل و چیزی که دارن در خانه او را میبرن، سرکار را پاک میکنن، گلشینانی میکنن، سرسبزی میکنن. همین هر شنبه و هر یک شنبه وقتی که بهار میاد همین سرسبزی شروع میشه، پاککاری شروع میشه. بازم تشکر میکنم از هر دوی شما، واقعا حضور شما در برنامه ما را رنگین ساخت و پر رنگ شد. خیلی خوش شدیم. خوش آمدید. زنده باشین. بخیر باشین. تشکر. زنده باشین. از هر یک شما عزیزا تشکری میکنیم. خدا کنه که لحظات خوب خوش را سپری کرده باشین. تا برنامه های آینده که در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد، موفق، کامگار باشین.